بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. حتما میگید این سربی دیوانه شده، چرا عینک زده آمده جلو دوربین؟ هستید شما؟ نیستید؟ من که چیزی رو نمیبینم. حالا براتون این ماجرا رو تعریف میکنم که چرا عینک زدی. اولا من اولین کسی نیستم که تو تلویزیون عینک زدم، ماشاءالله، چه از خارجی ها، آمریکایی ها، از آقای بونو بگیر، خواننده معروف، تا برنامه گذارای تلویزیون های ایرانی، آقای فرزان دلجو و دیگران، حتما دیدید که عینک میزنن. چرا؟ من تازه متوجه شدم. حالا نمیدونم اصلا با هاش صحبت کنم، بذارید ورش دارم با هاتون خودمونی صحبت کنم. من فکر کنم از دست شما بینندگان عینک میزنن. البته میدونیم که اگر بریم روی گوگل تایپ کنیم یا بنویسیم که چرا آرتیست ها و اینا، اینجا بهش میگن سلبریتیز، سلبریتیز عینک میزنن، حتی ایندور، حتی شب، میگه دلیلش اینه که چون نور زیاده بعضی ها میگرن میگیرن. خانم مینو ثقفی عزیز، بعضی ها از نور زیاد میگرن میگیرن. چون نور زیاده بعضی ها اون برا نمیبینن. اگر عینک بزنن تازه بهتر، به اصطلاح اونایی که تو سالن نشستن و اینها، اونها رو میبینن. بعضی هاشون دوچار چشم خشکی هستن، dry eyes. ما هممون خشک دست هستیم، خسیس هستیم. بعضی از اینها یا مثل بنده چشممون خشک میشه. دلیلش هم اینه که کسایی که با ویدیو کار میکنن یا با کامپیوتر کار میکنن، کامپیوتر شما رو ناخواسته و نادانسته مجبور میکنه که کمتر پلک بزنید. وقتی که کمتر پلک میزنید چشم شما خشک میشه. اون سیستم طبیعی یا خدایی جوری ساخته شده که وقتی چشم میزنید، اینجوری پلک میزنید، چشم شما لوبریکیت میشه یا گریسکاری میشه یا مرطوب میشه. حالا من همه این روزه ها رو خوندم برای چی؟ چون خانم مینو ثقفی یه بار دیگه هم قبلا این موضوع رو گفته بود و من برایشون پاسخ نوشته بودم. برای من نوشته بودن که شما خیلی تیک میزنید تو چشم، یعنی به اصطلاح چشم میزنید اینجوری. برایشون نوشتم قربان، ما تلویزیون های سی ان ان و نمیدونم، حالا وایس آف امریکا هم همچین چیز نیستن، نمیدونم ای بی سی و اینها که نیستیم که بهترین، بیشترین وسائل جدید رو داشته باشن. ما یه تلویزیونی هستیم که از جونمون، از عمرمون، از سلامتیمون مایه میذاریم، میایم خدمت شما که شما هم هر چی دلت میخواد به ما بگی. حالا چرا همه اینا رو گفتم؟ ما روز جمعه آقای دکتر کاظم افشارها رو مهمون داشتیم، مهمون برنامه‌مون بودن و ایشون صحبت‌هایی کردن در رابطه به این که به دیگران توهین نکنید، از لحاظ قانونی هم به اصطلاح جرم داره و درست هم میگن، چه در آمریکا، چه در کانادا، چه در کشورهای قانونمند جرم داره، بهش هم میگن defamation of character، یعنی شما شخصیت یه نفر، سابقه یه نفر رو خراب میکن. نظرات خودشون رو هم گفتن، استناد کردن به این که آقا یا خانم، شما که میگی نمیدونم این مذهب اسلام یا دین اسلام چنین و چنان، 1,800,000 نفر، 800 میلیون نفر، تقریبا 2 میلیارد نفر که نمیشه همه اشتباه کرده باشن. بنده اتفاقا برعکس اون چیزی که شما میگید، خانم مینو ثقفی، برعکس اون چیزی که شما باور دارید، مثل تلویزیون های دیگه رعایت نمی کنم که آقا این آقا پول داده برنامه گرفته من خفه بشم. لبخندی میزنم، حرف خودم رو میزنم، میگم آقا در یه زمانی هیتلر هم میلیون ها نفر طرفدار داشت. نمیشه بگیم هیتلر درست بوده. در یه زمانی استالین میلیون ها نفر کشت،
ولی میلیون ها نفر طرفدار داشت. پس نمیشه با بگیم استالین آدم خوبی بوده. بعد ایشون باز دلیل و مدرک میاره، دیگه من حرف خودم رو زدم، قضاوت رو به شما واگذار کردم. دیدید تو دادگاه ها این میاد یه حرف میزنه، دادستان میاد یه حرف میزنه، وکیل مدافع میاد یه حرف میزنه، باقیش رو به شما واگذار میکنه. حالا شما تازه، حالا خانم ثقفی یکی از دانشمندای جامعه ما هست، مخصوصا چون بانوی هم هستن در بین زنان هستن، من ممنونم چون زنان خیلی ساکتن، اصلا مثل که تلویزیون ها رو قابل نمیدونن یا به فروشگاه ها و اینها اینقدر وقت میگذرونن که وقت ندارن مثلا با تلویزیون ها صحبت کنن. نگاه کنید برنامه های تلویزیون رو ببینید، چند تا مرد برنامه دارن، چند تا زن، ببینید چند نفر مرد زنگ میزنن و چند نفر خانم تماس میگیرن. خب اصلا آدم سرکه. حالا شما به جایی که قضاوت کنی درباره این نظر و بیای اگر شما هم مخالف آقای دکتر کاظم افشار هستید، با دلیل و با سند بگید که بله سوربی درست میگه، بعضی وقتا جو حاکم میتونه یه کسایی رو، مخصوصا اونهایی که دسترسی ندارن، سواد کمی دارن، اونها رو به هر سو و سمتی که میخواد ببره. شما چه کار کردید خانم ثقفی؟ شما آمدید گفتید که آقای سوربی من میدونم که خب تلویزیون شما باید بچرخه و شما هر وقت که کسی مهمونتون هست نمونه بیارید. کدوم وقت؟ وقتی که چیزی میگن که مخالفش هستید لبخند میزنید و چشمهاتون به هم میخوره. چقدر خوشحالم و چقدر ممنونم از آقای نظامی که لطف کرده برای من پیغام گذاشته که آقای سوربی من چهارشنبه که با شما تماس گرفتم که با هم یک کار ویدیویی انجام بدید، شما گفتید من امروز نمیتونم چون باید برم دکتر چشم. ببین میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب اینجوری، و ایشون لطف کرده پیام گذاشته. حالا میخواستم احوالتون رو بپرسم، ضمناً چون اینجا برف آمده و اینها، دو تا یکی کردم، میخواستم ببینم هم حال چشمت چطوره، هم خودت از این ماجرای برف و اینها زنده جان سالم به در بردی یا نه. منم برایشون تشکر کردم، گفتم بله. گفتن که این فشار خون، فشار چشم، اگه یادتون باشه تو برنامه من گفتم درباره فشار چشم و اینکه یاد بگیریم چه کار کنیم و اینها. خانم مینو صرفی عزیز من، شما به خاطر او حب و دوستی که نسبت به خانواده پهلوی دارید باعث میشه که یه بغضی داشته باشید که این، حالا خودتونم نوشتید من دیگه صحبت نمی کنم. کی گفتی شما صحبت نکنید؟ شما صحبت کنید، به جا صحبت کنید، در رابطه با موضوع صحبت کنید. آقا بنده شاید یه مرضی داشته باشم، از کودکی مثلا یه چشم اینجوری بشه، مگه ما نداریم افرادی که آقای این کیه اون وقتا مال زن روز بود، گوینده تلویزیون تو برنامه پارس، همشون موهاشون رو رنگ میکنن، یکی چیلش کجه، یکی چشمش کجه، یکی چشمش مصنوعیه. اگر شما روزی از اونها ایراد گرفتید، ولی به خاطر دشمنیتون با آقای کاظم افشارها به منم پیله میکنید. خانم بنده بهم گفتن چشمم خشکه، هر دو ساعتی باید قطره بریزم، یادم میره، تنبلم، فراموش میکنم، دارم کار میکنم وسط ویدیوگرافی نمیتونم کلم رو ببرم بالا قطره بریزم. تو این جلسات فکر میکنن حشیشی چیزی کشیدی، حالا میخوای چشمت رنگش عوض بشه. چرا قضاوت میکنید؟ البته ممنونم. چرا؟ ایشون بعدن برای من اینو نوشته، بذار ببینم میتونم پیداش کنم. He's in San Francisco area, needs to say Northern California, may God bless him. اینو من پخش میکنم، یه دوستی یه پیغامی گذاشته، من پخش میکنم توضیح میدم. ممنونم سعید عزیز که چیز که به اصطلاح جواب دادی، برات مهم بوده. حالا میگم که من به ایشون گفتم اولا ما تلویزیونمون توی واشنگتن، توی کالیفرنیا نیست، دوما من چه کمکی از دستم برمیاد، شما که
پدرتون تیمسار میساقی بوده گویا، اصلا خانواده میساقی میدونید فیلم برداری و نمیدونم استدیو و هنرمند و مقام های بالای مملکت رو داشتن. حالا چرا با اون تلویزیون های کالیفرنیایی زنگ نزدید به من زنگ میزنید؟ من جوابش به شما میدم سعید جان، به اونا زنگ زده حتما، هیچ کس بهشون جواب نمیده. من میگم بابا همین دوستمون که حالا یاغی شده سال 2006 برای همه تلویزیون ها نوشته بود که آقا من جوانی هستم میخوام کار کنم و میخوام این رو توی پرونده کاریم بذارم. ما گفتیم بیا، ما کاری نداریم اینجا ولی ما این سفر رو خودمون درست کردیم اینا، شما بیا. تنها تلویزیونی که بهش پاسخ داد من بودم، تنها تلویزیونی که امروز باهاش دشمنه منم. بابا میگم دوستمون همشهریمون دکتر بود، اینجا دانشجو بود، زنگ زد گفت من احتیاج به کمک دارم، ما دو سه تا رستوران براش پیدا کردیم، کار کرده، دکتر شده، چی شده، حالا تو تلویزیون های دیگه برنامه میذاره، اینجا نمیاد، میترسه. نمیای نیا، اقلا سپورت کن، پول بده، حمایت کن. نمی کنیم، برای که ما نداریم، ما دروغ میگیم. در صورت به احتمال زیاد من فکر کنم ایشون با تلویزیون های دیگه تماس گرفته، پیام گذاشته، کسی بهش محل نذاشته. من تا آمدم داخل پیامش گرفتم بهش زنگ زدم و گفتم که ببین، گفت شما بگو که این، گفتم نه 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 من از قول شما چیزی نمیگم، شما تلفن شما رو هم بدم، بعد دو روز دیگه یه نفر بگه آقا اصلا همچی کسی وجود نداره، این تلفن هم اشتباهه، این تلفن مال منه فلانه، شما خودت زنگ میزنی پیام میذاری، شماره تلفنتون هم دو مرتبه میگید و به مردم میگید که مشکلتون چیه و چی میخواین. ایشون مشکلشو گفته، یادش رفته چی میخواد. خود من میدونم این اشکال هست، وقتی که آدم هول میشه به اصطلاح یادش میره میخواد چی بگه. در اصل این از این ممنونم، ولی بذارید من ببینم این نامه یا ایمیل خانم ثقفی رو پیدا میکنم براتون بخونم. ایمیل اولی انقدر به اصطلاح ببخشید بدون منطق و دوم و دراز بوده که من نمیخونم. اتفاقا قسمت دومش که میخواستن در مورد برنامه صحبت کنن دیگه یادشون رفته و نفرستادن. آقای سوربی با درود، این رو ایشون خانم ثقفی 44 دقیقه قبل برای من فرستاده. چیکار کردم؟ من آمدم پیام آقای نظامی رو فرستادم، گفتم خانم ثقفی ببینید من روز جمعه که نمیدونستم آقای افشارها میخواد در مورد چی صحبت کنه، تازه آقای افشارها وقتی شروع کرد از برنامه که من اجرا کرده بودم یه دفعه صحبت کردم. شما هستید که اتفاقا باعث میشید صاحب تلویزیون یا صاحب برنامه خفه بشه که ای وای نکنه که حالا برنامه گذاره ناراحت بشه دیگه برنامه نذاره، پول نده، بیننده هم که اینجوری قضاوت میکنه. حالا بازم صد آفرین و درود به این بانو. نوشتن که آقای سوربی با درود، بسیار متاسفم که حضرت عالی را دل سرد و ناامید و رنجید خاطر کردم. ما کی دل سرد شدیم، کی ناامید شدیم؟ بله رنجید خاطر شدم، ولی با راه گفتم من دعی میخواستم به این بادها بلرزم، از سال 98 تا حالا اینجا وای نمیستادم. بعد این چیزی که شما نوشتین که چشمم چشم اینجوری میزنه، این بدتره یا کسی توهین میکنه، کسی تهدید میکنه، کسی تهمت میزنه؟ ما عادت کردیم. بله بسیار متاسفم که حضرت عالی را دل سرد و ناامید و رنجیده خاطر کردم. من ابدا چنین قصدی نداشتم. قضاوت هم کار من نیست چون صلاحیت حقوقی ندارم و نظریه پزشکی هم ندادم زیرا پزشک متخصص نیستم. چرا قبلا این کار کردید؟ مشاهده خودم را منعکس کردم که شاید سایر بینندگان شما هم آن را مشاهده کرده باشند ولی نطق نکنند یا ناطق نکنند. محاضا از اینکه ناخواسته باعث رنجش شما شدم عذر می‌خواهم و من بعد هیچ گونه اظهار نظری در مورد نحوه برنامه‌هایتان حتی به عنوان بیننده دوست هم نخواهم کرد، چون مایل نیستم کسی را آزار دهم، برای خوب یا ناآگانه ایجاد رنجش شدم. آموختم که فرد باید خودش را بیاموزد که سخت‌تر است. با این تصور و امید شاد باشید. با احترام مینو ثقفی. ممنونم از شما. شما تو همین ایمیلتون دو تا اشتباه دارید، قضاوت کردید، قبلا هم نظریه پزشکی دادید، قبلا هم من آمدم
درباره اون جوک درست کردم، گفتم بابا خانم مینو ثقفی شما که انقدر واردی، ما بی خود میریم نوبت دکتر میگیریم، از این به بعد میایم اینجوری میکنیم، نگاهی دوربین میکنیم، مثلا میگیم خانم ثقفی من مریضم نیستم، چشمم چه اشکالی داره؟ شما ها مثل ابو علی سینا که از رنگ چشم، میدونید که رنگ چشم هنوز تا هنوز دکترها رنگ چشم رو نگاه میکنن، رنگ زبان رو نگاه میکنن، گوش و حلق و بینی رو نگاه میکنن، قبل از این که شما اگه بگید پام درد کنه دستم درد کنه به اونجاها توجه کنن. یعنی همون که میگن رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، درست میگن. و شما هم نظریه پزشکی دادید بدونی که متوجه بشید، هم نظریه روانشناسی دادید، ایمیلتون رو دارم مال قبل که نوشتید در علم روانشناسی وقتی مثلا آدمی عصبانی میشه دون دون دون. بله خیلی هستم وقتی عصبانی میشن، من یه شریک داشتم الان کالیفرنیا، این وقتی عصبانی میشد چونش شروع میکرد به لرزیدن، ما میخندیدیم بهش میگفتیم حالا calm down relax، دنیا ارزش نداره. در اصل ممنونم، بنده هیچ وقت به شما نگفتم نظر نده، یادتون باشه شما نظر دادید، نظری که من از جیب خودم 12 دقیقه پیام شما رو پخش کردم باعث شد این حسیبی نادان دوباره قهر کنه و بره. پس منو باید شناخته باشین، من کسی نیستم به خاطر که حسیبی 50 دلار یا 100 دلار میده، اگه شما یه حرفی زدی حتی باهاش مخالف بودم پخش نکنم، بی‌انصافی نکنید. همین الان سعید عزیز برام نوشته که فروزان درگذشت، من از بس این دوستان خبرهای دروغی میفرستن آدم باورش نمیشه. این رو صبحم یه نفر برای من فرستاده بود ولی نمیدونم راست یا دروغ. اولا عکسای خانم فروزان رو، این ستاره سینما، کرده این کلمه ستاره سینما رو ما آمدیم از اینا برداشتیم دیگه، ستار ستارین فلان اینا برداشتیم، نمیدونم اینا چه ستارهایی بودن، مخصوصا اون موقع که هر کی حاضر میشد بیشتر لخت بشه زودتر نقش میگرفت. و دیگه حالا خودتون فیلم ها رو برید نگاه کنید، از خانم فروزان گرفته، زری خوشگام گرفته، مرجان گرفته، حاله گرفته، فیلم ها رو نگاه کنید قضاوت کنید. ما از تلویزیون های از فیلم های ایتالیایی زده بودیم جلو از لحاظ لختی و سکسی و اینها. شما شاید تا امروز ندونید هنوز شما یه فیلم هندی نمیبینید که همدیگر رو ببوسن، ولی بزرگترین داستانهای عشقی، بزرگترین شکستهای داستانهای عشقی رو براتون نشون میدن بدون این که همدیگر رو ببوسن. ولی ایرانیه ماشاءالله نمیدونم آقای مراسل ملک ملتویی میرفت وسط لنگ این خانم، والا من فکر کنم اگر با بندم بسته بودن همه چی رو بالاخره کسی حریف اینا نمیشد. در هر صورت خدا رحمتش کنه، اگر خدایی هست امیدواریم که ایشون رو قرین رحمت کنه. درصد ممنون و متشکر. این هم یک وبسایتی هست به نام ناصر ملک متعی، ببخشید یه فیسبوکی، گویا اون این خبر رو گذاشته و سعیدم برای ما فرستاده. اینجا نوشته ناصر ملک متعی، نوشته فروزان سینمای ایران غریبانه پر کشید، بسیار غمگینم. قربان غریبانه چیه؟ توی کالیفرنیا اینجا این دوستان از من و شما تو شهر خودمون دوست و آشنا بیشتر دارن، مخصوصا اگه کسی کلیمی باشه. نمیدونم خانم فروزان کلیمی بود یا نه، من شنیده بودم که ایشون کلیمی یا یهودی بودند. این هم از این. و اما بریم سراغ برنامه‌های امروز. حسن روحانی رئیس جمهور ایران راهی اروپا شد، در روم با رئیس جمهور ایتالیا دیدار کرد. پیام بذارید دوست عزیز، لطف کنید تماس بگیرید و پیام بذارید، مرسی. خب بله، در روم با رئیس جمهور ایتالیا دیدار کرد. میدونید که خبرهای زیادی گذاشته بودند که بیاین اعتراض کنیم، چه تظاهر کنیم، چنین و چنان، مثل اینکه این همه تظاهر که کردن برای احمدی نژاد توی نیویورک، هی هر سال اون می اومد، تعداد آدمایی هم که با خودش می آورد زیادتر میشد، تعداد فروشگاهی هم که میرفتن زیادتر میشد، تعداد شام و نهاری هم که اینجا میدادن بیشتر میشد. مجاهدین بیچاره هم پول میدادن، یه مشتی سیاپوس، یه مشتی از کشورهای دیگه،
می آوردن اینجا، یه مش لباس زردم می پوشوندن به اینها که نمیدونم، ببخشید بعضی ها می گفتن به شوخی که اگه می خواهم اینه کسی زرد کرده از بیرون پیدا نباشه، کارمون خیلی خرابه. آدم نمیدونه از کجاش بگه. خب با درود، برای آگاهی و در صورت امکان برای انتشار تقدیم میشن. از صبح تا شب ما حداقل 30 تا از این برای آگاهی دستتون درد نکنه پخش کنین، خدا اجرتون بده، خدا زجرتون بده هست. ولی اگه به یکیش گفتی آقا 10 دلار بده تا من این رو برای 8000 نفر بفرستم، من اینجا میخوام یه آفرینی بگم به این آقای منصور اوسانلو، کسی که کارگر بوده و کارگر هست، این میفهمه من چی میگم. اون روز با ایشون مصاحبه کردم، بعدش سفری داشته توی لس آنجلس و برای ما ویدیو فرستاد. من برای ایشون نوشتم آقای اوسانلو، بنده هم مثل شما راننده اتوبوس بودم. به خاطر چی؟ به خاطری که نخست وزیر بی صلاحیتی مثل آقای امیر حسین موسوی، درست میگم، میر حسین موسوی نخست وزیر بود و منی که دبیر هنرستان بودم باید رانندگی میکردم تا مخارج زندگیم تأمین بشه. من و شما میدونیم اگر پول خرج نکنی، ساده براتون بگم، پول خرج نکنی امروز خوراک بخوری فردا زنده نمیمونی بری پول در بیاری. بعد برای پول در بردن، برای به هدف رسیدن، اگر هدف ها عالی باشه که باید بیشتر پول خرج کنی. من بارها میگم این آقای حسن خواجه دوست منه، همشهری منه، ایشون تو ایران که بود فیلم های سعدی و حافظ میساخت، آمد بیرون شد اپوزیسیون، فیلم درست کرد، کاکا جون پخش کن، یه بار پخش کن، آقا دوباره پخش کن، خوب بود. میگم نه عزیز من، مهمون یه بار که میان سنگ تمام براش میذاریم، دوباره اگه زنگ زدی گفتی من میخوام بیام، میگم اوکی قربونت، این دفعه که میای سر راه چلو کبابم بگی بیا، ما گازمون خاموش بوده. دفعه سوم که خواستی بیای میگم نیستیم دیگه ما، حتی اگه زنگ بزنی بگی چلو کبابم دارم میگیرم میام، میگم ما نیستیم خونه. میگن مهمون مثل نفسه، درست کمکت میکنه زنده باشی، ولی اگه نگهش داری درون خونت، نگهش داری خفت میکنه. به این آقای اوسانلو نوشتم آقا ببین، شماره های که دروغ نمیگن که، شما ویدیو تو میذاری اونجا چند روز میذاری، نگاه کن ببین چند تا میره بالا، بیار بذار اینجا، 8000 نفر میان میبینن نگاه میکنن، شمارش اونجا معلومه، شمارش اینجا معلومه. من بارها گفتم ما یه شرکتی داشتیم اینجا به نام American Insurance Agency، این تا یه نفر زنگ میزد سلام و روز بخیر و خوش آمدید بهش میگفتیم، بعد میگفتیم چه کار میتونیم براتون انجام بدیم، میگفتیم شما از کجا ما رو میشناسید؟ از روزنامه، از رادیو، از تبلیغ تو خیابون، از این چیزایی که میخریم میذاریم زیر پاتون. حتما شما میگیم بیمه چیزی میخرید میذارید زیر پای مردم، چی بوده مگه؟ اینا مر بودن شما تخم میذاشتید زیر پاشون که جوجه بشه؟ نه، اینجا رسمه، یک دوشک، نه دوشک چی میگهش، کوشن، آره یه دوشکچی های کوچیکی پلاستیکی هست توش هم ابره، اینا رو میخری دونه 2 دلار 3 دلار پول میدی، چاپ میکنن اسم و اینا، تو مجانی میدی به اینایی که میخوان برن بیسبال نگاه کنن، مسابقه های بچه هاشون رو نگاه کنن، چون این چی میگفتیم، بلیچر میگفتیم، من نمیدونم چرا بلیچر میگفتن تو ایران، این صندلی هایی که توی استادیوم ها هست برای که بتونن خیلی قشنگ جمعش کنن، اینها خشک و خیلی به اصطلاح روش نشستن ناگواره. در صورت اینو ما میدادیم اینا برای که دفعه دیگه داشت باشن، این همراهشون داشتن و ما انتظارمون این بود که اگر یه وقت اینشورنس لازم داشتن، بیمه لازم داشتن برای خونهشون، برای ماشینشون، برای سلامتیشون، ما رو فراموش نکنن. به این دوستان من اینو میگم، میگم آقا آمدید خوشتون اومد، دیدید مردم بهتون ریسپاند کردن، تماس گرفتن، یه عده زیادتری حتی بهتون تماس گرفتن، گفتن آقا نرو تو تلویزیون مردم، این مال جمهوری اسلامیه، که اینها اینقدر احمقن که جمهوری اسلامی یه تلویزیونی تو واشنگتن درست کرده به شما میده ساعتی 20 دلار که شما بیاین توش حرف بزنید. خب کاش که 100 تاشو درست میکرد، پس
این آقای کی بود نوشته بود اگر جمهوری اسلامی اینجوری و اینها، خب بابا این که جمهوری خوبیه که، اگه این همه جاسوس و حقوق میده، این همه خواننده رو برای شما کنسرت میذاره و نمیدونم فلان اینها. در اصل اینقدر موضوع زیاده من نمیدونم از کجا بگم از چی بگم. و بله برگردیم به این ماجرای روحانی، سفرش به روم، ایتالیا و گویا فرانسه هم قرار بره یا فرانسه بوده. در اصل مثل که امروز از ایران راه افتاده اومده، ولی الان دیگه تو ایران شبه، امروز صبح راه افتاده اونجا بوده دیدار کرده، اینم بهتون نشون میدم. و اما یکی دو تا ویدیو دارم براتون نشون میدم، چون انتخابات چیز هست. بعد خانم ثقفی عزیز، شما برنامه های تلویزیونی آمریکایی نگاه کن. اولا من مدت ها از خودم میپرسیدم این آقای مانوک خدا بخشیان چرا میره از اون ته برای ما برنامه میذاره. حالا فهمیدم بابا اینها میدونن، اینها بیننده‌ها میشناسن، میگه من هر چی بیام نزدیکتر ایراد از من بیشتر میگیرن، از دماغ گوندمون، از عینک کجمون، از نمیدونم چشممون، از لبخندمون. خانم من نباید لبخند بزنم، با فحاشی کنم با آقای افشارها وقتی باش مخالفم؟ ای داد بیدار. شما هم دوستان بعض وقتا جلو نور یه چیزی میبینید اینجوری، مثل این اسب دریایی، نه اون اسبای دریایی، یه مرجان کوچولویی هست شکلش مثل اسبه ولی خیلی کوچولوئن، اینجوری اینجوری میکنن حرکت میکنن توی آب، نه اون اسامی هم یادمون رفت. در هر صورت این آره بعض وقتا چشمای من، چشمام اینجوری یه چیزی رو میبینه که حتی فکر میکنین مثلا یک گرد و غباری توی هوا هست، ولی نیست، چون شما میبینید چشمتو که میبری اون ور اون باهاش میاد. اگه یکی گرد و غبار اینجاست خب باید اینجا باشه. من اینجا که نشستم خانم ثقفی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا لامپ رو من روشن، 9 تا لامپ. شما وقتی تو خونه هستی یه بار سرتو ببر بالا، نگاهی نوره، توی نور نگاه کن ببین تا 5 دقیقه چشمت سیاه میشه، جایی رو نمیبینی. ما چشممون بر اثر تمرین و اینها عادت کرده که اینها رو اگنور کنه، نادیده بگیره، اینجا رو ببینه. حالا ببینم دوستان همت دارن، 200 دلار 300 دلار یادم سال 2012 یکی از دوستان به نام زری خانم برای ما یه 200 دلار فرستاد، همین لامپ داغونا رو هم که داریم از اونجا گرفتیم. حالا قبلش که دیگه لامپای گرم، لامپای بد. بله من آمدم رفتم کالیفرنیا نگاه کردم، دیدم آقای تپش اون موقع اون پولای تبلیغ دبی و اینها لامپ سرد بهش میگن cold light، دستت هم میبری برش بعد از 5 ساعت گرم نمیشه، اونا رو استفاده میکنه، اونا چشمشون اذیت نمیکنه، نور غیر مستقیم استفاده میکنه، یعنی نوره رو میزنن توی چتری، چتر نور رو پخش میکنه. ما امکانات رو نداریم، کسی نمیپرسه ازمون چرا چشمات اینجوری میشه، قضاوت میکنن که چون آقا عصبانی شده بودی لبخند، ای کاش همه ما وقتی عصبانی میشدیم لبخند میزدیم، ما که فوش میدیم، ما که زور میگیم، ما که داد میزنیم. اگه اینجوری بابا من این دوای درد مردم رو پیدا کردم، ملت هر وقت عصبانی شدید لبخند بزنید. ایشون یه چیزی گفته، من با نظرشون مخالفم. همون جوری که تعداد زیاد مسیحی ها دلیل بر این نیست که مسیحیت دین خوبی است برای قرن 21، به همون دلیل هم تعداد زیاد مسلمان ها دلیل خوبی نیست برای اینکه این بله برحقه. یه فیلمی رو دیشب می دیدم که یه گروهی تا حالا توی 3 ایالت رفتن درخواست کردن دادگاه، آقا خانم شما که اینجا تن کمندمنت اون 10 فرمان حضرت موسی رو میذاری، ما هم میخوایم بغلش مجسمه شیطون رو بذاریم. مگه این پیغمبر خدا نبوده؟ مگه شیطون هم پیغمبر چیز خدا نبوده؟ شیطون که از همه این پیغمبرها با عرضه تر بوده،
124 هزار پیغمبر حریف یه شیطون نشدن. ما یه شیطون که بیشتر نداریم، درسته؟ میگه ما میخوام بذاریم. با طرف مصاحبه میکنه، این خانمه هست، چاینیز هم هست، خانم لیزا لینگ، برید ببینید. خودش معتاد بوده 20 سال پیش اینا، معتاد بوده، الان یه فیلمای درست میکنه، گزارشای به نام This is Life، یعنی زندگی اینه، از همه جای مختلف داشت نشون میداد. توی قسمت دیگهش که سالی 40,000 تا اگه اشتباه نکنم جنازه توی آمریکا بی صاحب میمونه و اینا مجبور میشن بسوزننشون، همشون رو با هم خاک کنن. بعد مثلا میگه قبر 2003 اینجا، 2004 اینجا، تازه قدردانی میکرد که بابا اقلا این کالیفرنیا این کار رو انجام میده. اینا رو برید ببینید. حالا برگردیم به اون شیطون پرسا. شیطون پرسا یه مجسمه درست کردن، اتفاقا یه خانمش هم فکر کنم ایرانی بود، شیوا هانی، حالا من نمیدونم، شایدم نمیدونم. اینها میگه بابا ما دوست داریم شیطون رو بپرسیم. بعد این خانمه مصاحبه میکنه با یه احمقی که آمده، میگه نه ما آمدیم جلو اینها رو بگیریم. میگه مگه شما قبول ندارید که آمریکایی هستید؟ میگه چرا؟ میگه قبول ندارید که دین از سیاست باید جدا باشه، دین و دولت باید از هم جدا باشن، separation of church and state. میگه چرا؟ میگه خب چرا اینجاست؟ میگه برای خب مذهب کریستیانی مسیحی هستیم ما. میگه خودت گفتی. بعد مگه نمیگه هر کسی دینش آزاده؟ میگه چرا؟ میگه پس چرا اینا نباید حرف بزنن؟ بگه برای که دین اینا درست نیست. با یه همچین آدمی شما با چه منطقی میخوای صحبت کنی؟ که اینجا اگه اینجوریه، آقای اوباما شما اگه درخت کریسمس میذاری، اگه اون ورترش 9 تا شاخه شمع یهودی ها رو میذاری، به اون مسلمونم یک بهانه داری میدی که بیاد از فردا بگی منم میخوام اینجا اون هلال و نمیدونم شمشیر و یا هلال و ماه و اینا رو بذارم، هلال احمر یعنی ماه سرخ، درست میگم؟ دریای احمر یعنی دریای سرخ. اینا خودشون مرض دارن. شما بیاد برو بالای سوپریم کورت اینجا نگاه کن، همش این عکسای عیسی و موسی و فلان اینا، قانونا دست اینان. آخه قانونی که از مذهب کریستیانیتی میاد بیرون میتونه قانون باشه؟ این میشه که دنیا به بنبست میرسه. problem with your look، بذار ببینیم این سعید چی میگه. سوربی، درباره کسانی گفتی که از عینک یا صورت شما اشکال میگیرن، آیا اینها دنبال محتوای برنامه شما هستن یا اینکه فقط نگاه میکنن که اشکال پیدا کنن؟ من دارم رانندگی میکنم گوش میدم. مگر مسابقه زیبایی گویندگی گذاشتی؟ تلویزیون های دیگه ایران را دیدن؟ عینک که هیچ، صورت خیلی از این گوینده ها اصلا معلوم نیست. من که فکر میکنم اشکال شخصی با شما دارن. LOL. بذار برات سعید جون یه چی بگم، ولی حتما این فیلمه رو وقتی رفتی خونه نگاه کن، اولش مخصوصا که من با عینک اومدم خیلی قشنگه. راجب عینک ایراد نگرفتم، خانم مینو ثقفی برای من نوشته وقتی که من در برنامه جمعه با آقای کاظم افشارها مخالفت کردم به این دلیل که آقا تعداد زیاد مسلمون ها دلیل برحق بودنش نیست، ولی اون حرفی که شما میزنید که نباید به اصطلاح پیروان دینی بی احترامی کرد و این حتی میتونن از لحاظ قانونی دنبالش برن، با اون موافقم با این مخالفم، ایشون میگه اون موقع شما چشمت اینجوری شده. اگر نگاه کنید من قسمت اول برنامه با خانم جیلانی بودم، اگر نگاه کنید ما اون موقع یک آگهی داشتیم که از دست نامهربانی شما ایرانی ها طرف میگه آقا من پوله رو میدم آگهی پخش نکن از بس مزاحمم شدن. اون آگهی ما یه نفسی میکشیدیم، چشممون رو اینجوری میکردیم، یکم فشار میدادیم، گاهی وقتا دستت که خونکه میذاری رو چشمت، این رو هم از ما گرفتید. بنده در قسمت دوم برنامه با آقای چیز بودم، بعد من از ساعت 12 روزای جمعه برنامه دارم برای کانون آبا، 5 ساعت زیر این چراغا هستم. آخه بی‌انصافی تا کجا؟ ولی شما درست میگی. حالا گویندهای دیگر رو نگاه کنید،
آقای چیه این سعید، خدایا لبش اینجوری کج شده، اون یکی دیگه نمیدونم، حالا اینا یکیش سکته کرده یکیش پیره، به من مربوط نیست، ولی اونی که میره جراحی پلاستیک میکنه، خانم پری صفاری چشماشو کشیده اینجا که ببخشید بهش بگی سوراخ دهنت کجاست اینجاست، سوراخ فلانت کجاست اینجاست، اونا رو شما ول میکنی، چشمی که خشک شده، چشمی که آمده توی برنامه گفته بابا جون مواظب چشماتون باشید، میگه که این فشاره، و حتی دیدید من یکی دو تا برنامه سعی کردم عینکم نزنم، ولی نمیشه، خدا رو شکر آستیگما هم داریم، وقتی عینکم نمیزنیم اینجوری میشه نوشته ها. درصد ممنونم سعید، و این شماره تلفن ما هم قرار بود عوض بشه، ولی اگر میگیری بگی، چون من به اونا گفتم من عوض نمی کنم، شما اگه شماره تلفنی رو به ما دادید و هنوز اون تلفن رو دادید، نباید وقتی که بیننده میاد و زنگ میزنه و شنونده میاد زنگ میزنه بعد شما این تلفن رو بدید به یکی دیگه، اینجوری درست نیست، یا قطعش کنید یا در هر صورت نمیدونم چه کار میکنن و شما از کجا ما رو میبینید، ولی دیگه باهاشون تماسی نداشتم. مرسی، متشکرم. ایام انتخابات هست، داشتم اینو میگفتم، اون تلویزیون های دیگر رو نگاه کنید، یک دقیقه میاد حرف میزنه، این دوستمون آقای کیه؟ آقای حمید احمدی، یکی از اونایی که واقعا این کار رو بلده، اگه کسی باشه شومن ایرانی، این شومن ایرانی بیچاره، حالا اینجا بوده و اسیر من و شما شده و نتونسته کارشو اونجوری که دلش میخواد انجام بده بمانه، ولی ببینید برنامه داره توی آی سی سی، یک دقیقه میاد حرف میزنه سلام میکنه، بعد میگه ما بریم یه بریکی بگیریم، که یه دفعه براش نمیشتم آقا شما الان اومدی کجا میخوای بری خستگی در کنی؟ معمول اینجوره که 6 دقیقه 7 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکنن، میرن میگن حالا بریم یه بریکی بگیریم بیام. تلویزیونایی که آدمن آگاهی دارن، ما ایرانی ها که مفتخوریم و همه اون فکر میکنیم ما بالای آدم ها هستیم، برتر از آدم ها هستیم، آگهی نداریم. حالا براشون یک انتخاباتی فیلمی درست کردن فرستادن، اینو میذاریم تو ما این قطره چشمو بریزیم که دیگه دوستان نگن تیک میزن. تیک خیلی ها تو صحبت کردن هم هست، وقتی حرف میزنن حتی صورتشون اینجوری میشه یا یه چیزی رو میگن. در صورت هر بلایی، والا برید عکسای ما رو نگاه کنید، سالی که شروع کردیم، شاید یه وقتی آوردم گذاشتم این ویدیو ها. چی بودیم؟ گفتم ما با بنز آمدیم توی برنامه های ایرانی، سرکارمون رسید به تویوتا و نمیدونم هوندا و این اوزا، جوان بودیم اومدیم تلویزیون ایرانی، سرکارمون رسید به اینجا. در صورت ممنونم، بریم این فیلم رو ببینیم که درباره انتخابات، و با دقت توجه کنید، اول این هنرمندی که اینو کشیده نمیدونم واقعا ایرانی بوده یا روس صدا گذاشتن، اگر ایرانی بوده که دستش درد نکنه خیلی قشنگ میکشه، اگر روش صدا گذاشتن کار قشنگی انجام دادن، اگه دوتاش هم نقاشی ایرانیه صدا هم که روش گذاشتن ایرانی، دیگه آفرین و صد آفرین. ببینیم و برگردیم. مرسی. دست در نکنه، خواهش میکنم. ای مهندس، ای سری چند نفر بکش، میخوام براشون میتینگ تبلیغاتی بذارم. سب کن قبل این چه بکشی به من میگی جاب دکتر، فهمیدی؟ دکتر؟ تکه دکتر شدی؟ ده دقیقه پیش. ده دقیقه؟ چطور؟ یه شمار کارتی میدم، پول میرسه به حساب یارو، لیسانس میده، فوق لیسانس میده، دکترا میده، پروفسورا میده، اچ دی، فول اچ دی، فری 4K، پی کی، همه چی میده. خدا وکیلی. راستی میتینگ تبلیغاتی بدون لیدر چه نمیشه؟ نه خدا وکیلی. خدا وکیلی. تو لیدرم میشی. بعد که میشم؟ میشی. مهندس، هر جمعه این کاری کردم. خب سری بپر وسط مغلط کن. باش. بریم. جاب دکتر بفرمایید. من دکتر مسلاین هستم، فوق لیسانس خطوط از دانشگاه فری واحد 7 خط. من اگه نماینده بشم علم میکنم بل میکنم، من یکی رو به دو تا
دو تا رو به سه تا و سه تا رو ته یه عملیات به چهار تا تبدیل میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده نباید مبهم گویی و کلی گویی کند، باید شفاف و روشن صحبت کند. حالا نو قربونت برم، یه جوری صحبت بکن ما من بفهمیم. مثلا ورمش رو بری پیدا میکنی یا نه؟ من برای تمام پیرزالا و پیرزنا شوری و برای همه پیرمردا زنی پیدا میکنم. درد وسه صحبتا. و من به اختلافات خارچو مادرچو شک نکنه پایان میدم. اولا که تو خود هنوز زن نداریش، تو میخوا و هیچ جوری پیدا کنی زنی پیدا کنی. دوما بسم الله الرحمن الرحیم، یک نماینده خوب نباید افرادی در بین جمعیت بگذارد و بگوید که لیدر من بشوید تا اونها سر صدا بکنن و اذهان مردم رو منحرف بکنن. هیپ هیپ مهندس، هیپ هیپ مهندس، هیپ هیپ بچین تشفهمی. من تمام خیابونا رو اسفالت میکنم، تمام پشت بوما رو کاگل و تمام کتهای ناسا رو خودن خود چوبا میکنه. چقلق چقلق اینجوری تمام. تو شما شما اول دم مردم اسفالت نکن، نمیخوا خیامونه رو اسفالت کنی. و دوی من بسم الله الرحمن الرحیم، ای بابا، وظیفه یک نماینده قانونگذاری و تصویب قوانین و نظارت بر قوه مجریه میباشد، نه کاه گل کردن پشت بونها. من هر روز در رسانه ها دیده می شوم بنده تیرته اول همه تیتر چی؟ تیتر بنده تیرته اول همه روزنامه ها می شوم معروف و مشهور می شوم. آفرین دکتر برکلا دکتر، آفرین دکتر برکلا دکتر، آفرین دکتر برکلا دکتر، آفرین دکتر برکلا دکتر. هیپ هیپ دکتر ببخش، شما سوزنم میزنه یه هم تو شویه دکتر. دکتر گوشتم عرضو میکنن. دکتر بفرمایین، شما با ازدواج فامیلی موافقن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یک نماینده باید سواد کافی داشته باشد، دیده شدن در رسانه ها و روزنامه ها و خبرگزاری ها و سایت ها برای مردم نان و آب نمی شود. هی دختر و کوبیه ای تو؟ ما پسریم. تو پسری هستی؟ بله. خدافکی؟ خدافکی. تو پسر کیستی؟ من پسر پارخت. تو پسر پارختی؟ بله. پسر کوچکیست؟ دایمی. نه خدافکی. خدافکی. خوبه خوشن سلامت هم پدر مادر همه خوبه خوشن سلامت هم. سلامی. ما خود پدر تو سر مرز میر جاوید زادان خودن خدمت میکردی. نه خدافکی. آبا چه پدر چطوره؟ پدر از دار بس افتار ربات سلیبیش بار شده. دوره چونش بدی شده. آی دکتر جانم، ای امکان داره ایشون یه معاینه ای بکنه؟ ببخش من رو پوش همرام نیه، امکانش فراهم نیست. آ پسر کو بیایی جو من ایجر گوشپت میخوام چی بگم. بای. من برای تمام پسرهای پدرها و دخترهای مادرها چیپس، پفک، آنداز، همه چی میخرم و از همه مهمتر ماشین شارچی میخرم. هیپ هیپ آفرین. هیپ هیپ دمت گرم. اولا که چیپس پفک برای بچه ها مزرد است. بچ بشه سجاد. و دوی من بسم الله الرحمن الرحیم، ای بابا، وظیفه یک نماینده این نیست که شب بخوابد و صبح بیدار شود و فکر کند میتواند تمام مشکلات مردم را حل کند. من پسرای تو را میشناسم. پسر من؟ بله. میگوید پدرم من بلوف زیاد میزند و دروغ زیادی میخورد. یعنی من پسرم ببین اگه گذاشتم خودت بچه پچر رفاقت کنه خیلی ما پاشم اشکنم. یک نماینده باید افت کلام داشته باشد. یه بد دیم تو چه سرکیده. یک نماینده نباید حرف بد بزنه. من کرف بدی نزدم. بسم الله الرحمن الرحیم. هیپ هیپ مهندس، هیپ هیپ مهندس، هیپ هیپ مهندس، هیپ هیپ مرد. آه دیابا بیتی گفته وقتی برنامه نمیگیره که هیپ هیپ پکو خود چکار کنیم؟ برنامه نگیرف چه کار کنیم؟ آه یه فکری نیا که تحریفی بچه و نمیشی. آه چیزیه، من یه فکری دارم. چیکار؟ یک نماینده نباید در جمع در گوشی حرف بزند. ای بچه میزد ته دهنت بشست به دیوار. یک نماینده نباید تهدید بکند. به
بچیتش. نگاه کن من میگم بیا بریم تو کوچه و پشتی دفترو. نه کوچه و پشتی رو فرشش میکنیم یه سفره ای مندازیم تمام مردم میگیم بیا یه شام چربی میدیم به همه. من یه تکه سخنرانی مونده الان میره انجام میده برمیگرد. زودی بر بیا. من همه شما مردم شهرم را به کوچه پشتی دعوت میکنم تا در کوچه پشتی کفت روها بچه کردم کدر رو چیز روهای بسم الله الرحمن الرحیم. کلکه کفت روها دیگر جواب نمیدهد، یک کمی خلاقیت داشته باشید. بلوم 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 بلوم. خب دوستان عزیز، دیدید و شنیدید در مورد انتخابات نظرتون درباره انتخابات آینده چیه؟ اجازه بدید تشکر کنیم هم از خانم ثقفی، هم از دکتر افشارها، هم از آقای مصطفی زاده، هم از دوستان دیگه و هم از این مادر بزرگی که الان لطف کرده پیام گذاشته و من پیام ایشون رو پخش میکنم، با ایشون یک مصاحبه‌ای انجام میدیم و از ایشون میخوایم که اگر مایل هستن همین روش رو داشته باشن، پیام بذارن، ما پیامشون رو برای دیگران پخش میکنیم تا صداشون به گوش دیگران برسه. و خیلی متشکرم که برنامه من رو نگاه میکنید. امیدوارم چهار تا بچه‌تون همیشه زنده و سلامت باشن. خب به احتمال زیاد بچه‌های شما چهار گوشه دنیا هستن که بتونن این دنیا رو نگه دارن. اگر همشون بیان یه ور، از بس ماشاءالله زیاد میدونن و اینها، ممکنه تعادل دنیا به هم بخوره. بشنویم صحبت‌های این دوستی که زنگ زد، گفتم لطف کنید پیام بذارید، لطف کردن پیام گذاشتن، با هم بشنویم و صحبت کنیم. بفرم. Hi Mr. Bird، میخواستم سلام علیکم، انشالله که حالت خوبه. امروز گوش میدادم انترویدینا، میدادم دو تا نزفانه های اصحار رزاشا این بسط هستن آخونده، این همه بردن شما هست. خانم تلویزیون ما رو گوش میدادی بعد دیدی دو تا از بچه های رزاشا اینجا هستن؟ مطمئنی تلویزیون ها رو قاطی نکردید؟ از دوست نازنین، مادر خوب من، مادر بزرگ، شما وقتی زنگ میزنی به تلویزیون ایرانی، حالا میدونم دیگه اینجا هستین، هممون به قول هادی خورسندی سلاممون شده، های هویمون، نمیدونم آبمون شده واتر، نونمون شده برد، تعطیلیامون جمعهمون شده یه شنبه، ولی دیگه اینه که یادمون نمیره که شما اگه زنگ بزنی به پسرت میگی های مستر سور رو سلام ننیکم، سلام ننیکم، یه بار دیگه گوش کنید، شما سلام علیکم رو هم درست نمیگی. ببخشید که من دارم به شما میگم، چون اگه قراره شما به خودت اجازه بدی این حرفا رو در مورد من و برنامه من بزنی، منم شما رو فامیل میدونم و بهت خودم اجازه میدم که بگم. اتفاقا با آقای منصور اوسانلو گفتم که من اشکالای شما رو میگم در برنامه و یادتون باشه دوست اونیه که میگه، دشمن اونیه که میگه. من میخواستم بگم آ وقت نشد، حالا که دیگه دیره. بفرمایید دوباره. های های مستر فرد، میخواستم سلام علیکم، انشالله که حالت خوبه. امروز گوش میدادم انترویدینا، میدادم دو تا نزفانه های اصحار رزاشا این بسط هستن آخونده، این همه بردن شما هست رزاشا، اگر اینا بردن بازم این اشرا بودن، من نشاهی هم اگر فکر کنید. همینجا وایسید، همینجا وایسید. اولا شما از کجا میدونید که ما درباره دزدی‌های آخوندا صحبت نکردیم؟ برنامه‌های منو همه‌شو دیدید شما از اول تا آخر. چرا دروغ میگید؟ چرا ناحق میگید؟ بعد شما میگی اگر اونها بردن اونها شاه بودن، یعنی به این وسیله میخواین به من و دیگران حقنه کنید که دزدیدن و بردن برای شاه‌ها مجازه ولی برای شیخ‌ها مجاز نیست؟ دوست عزیز، دزدیدن و بردن، تجاوز کردن، کشتن، دستگیر کردن، شکنجه دادن برای همه باید غیر مجاز باشه، برای همه باید به اصطلاح
جرم باشه. بفرمایید. نه خمینی. نه دروغ میگید شما. شما امکان نداره نه شاهی باشید نه خمینی. قولتون میدم هم شاهی بودید هم بعد خمینی شدید هم دوباره حالا شاهی شدید. اگر نه بیاین تو برنامه بعدی با هم صحبت کنیم، بگید کی هستید، کجا زندگی میکردید. مگه میشه نه شاهی بودی نه خمینی باشی؟ مگه میشه؟ این دروغ محضه. همه ما شاهی بودیم. از کلاس اول که رفتیم صفحه اول مدرسه شاه رو دیدیم، بعدن هنر کرده ازدواج کرده فرح رو دیدیم، بعدن فرح و این هنر کردن بچه آوردن عکس اونو دیدیم. چرا دروغ میگید شما خانم؟ شما مادر بزرگی. بفرمایید. من آزادی دوست دارم. شما هنوز به من نگفتید تو چه برنامه‌ای چه تلویزیونی شما دیدید نوه های رضاشاه یا بچه های رضاشاه آمدن. برنامه من بوده، برنامه دیگری بوده، کی بوده، کجا بوده؟ مادر جون، مادر بزرگ، یه چیزی یاد بگی. شما یک به یه جایی که میخوای زنگ بزنی، من الان میدونم این کاری که میکنم 10 نفر برام ایمیل میفرستن آقا چرا دل این مادر بزرگ شکستی. بابا جون اگه ما دل هم دیگر رو نشکنیم جامعهمون دل شکسته میشه. قبول کنید باید اشتباه ها رو به هم دیگه بگیم. شما خانم وقتی میخوای زنگ بزنی به یه تلویزیونی ببین اسمش چیه، برنامه کی بوده، چه ساعتی، بگو من کالیفرنیا هستم، من اروپا هستم، این ساعت به وقت سوئد من برنامه تلویزیون مردم رو دیدم، آقای فلانی داشت صحبت میکرد، خانم فلانی داشت صحبت میکرد و اینجوری گفت. یه پیش درآمدی دیدید و خواننده‌ها وقت میخوان بخونن اولش یه ساعتی بهش میگن چی، تحریر میگن، اول یه ساعتی پیش درآمد میان. شما یه دفعه پریدی و چون دروغ میگی حالا داری اصرار داری که به خدا من نه شاهیم نه خمینیم. برای من مهم نی، هر چی میخوای باشی، نظرتو بگو. بفرمایید. من زن پیریم. انشالله دلت جوان باشه. اگر پیری، اگر آدم وقتی زندگی میکنه از زندگیش لذت ببره، زندگیش مؤثر بوده باشه، از پیر بودن تونم اصلا نباید ناراحت بشی. بفرمایید. مادر بزرگتون، ولی خواهش میکنم روی دعوا را نندازید، برنامه درست کن. علی یکی پیدا شد دو سال ببرید آشتی بدید، بیدم مملکت ما آشتی بشه، بیدم ما با همدیگر داشته باشیم، بیدم همدیگر دوست داشته باشیم. چرا نه عزیز دلم، این پول برای هیچ کس بفار نکرده. کدوم پول؟ کدوم پول؟ اگه من دنبال پول بودم منم مثل بچه های شما یه تلویزیون می‌خریدم می‌ذاشتم برای مادرم، اونو می‌ذاشتم اونجا، خودم می‌رفتم تو جامعه آمریکا پول درمی آوردم. کدوم پول شما صحبت می‌کنی؟ این پول تا بودی، من 90 سالمه، این پول تا بودیم و بود، هیچ کس با خودشم نبرده. اگر کتاب معنویت رو بخونی ببینید، اگر این کار شما رو بکنی چنان زدگی دستمان می‌خوره که تمام مردم همه اینا کشتن. من اگر کتاب معنویت رو بخونم میفهمم اگه این کار میکنم تمام مردم کشور ایران رو کشتم. شما این چیزها رو به خودت اجازه میدی به بچه های خودت بگی، بگی دنبال پول نباشین، پول بدبختی براتون میاره. آخرین باری که آمدن ملاقاتتون کردن کی بوده؟ من اگر دنبال پول بودم که اینجا ننشسته بودم که شمایی که 90 سالته بشینی وقتت رو با من بگذرونی. اینجا تو آمریکا میگن around the clock، یعنی 24 ساعت شما میتونی کار کنی پول در بیاری. الحمدلله پولم در آوردم، راضی هستم. ولی چی داری میگی مادر؟ شما هم بهتر کتاب بخونی. این تلویزیون ها مغز شما رو ضعیف میکنن، دانشتون پایین میارن، شما حرفایی میزنی که اصلا سر و ته نداره. شما اگه بری کتاب معنویت رو بخونی، شما که خوندید اینقدر معنویت پیدا کردی که به تلویزیونی زنگ میزنی نمیدونی طرف کیه، نمیدونی چه برنامه‌ای بوده، نمیدونی چی بوده، فقط میگی بیان آشتی بدی. من کیو با کی آشتی بدم؟ من چه کاره هستم که آشتی بدم؟ بفرمایید. که همه مردم رو کش،
این همه مردم تو خیابون ازم خجالت میگشه. شما بیایید اینا را آشتی بدید، نه دیگه بگو که من بیایی که برنامه درست کن ما پول به هم گفت آوردن ما ببریم. من نه شاهیم. ببین همه حسرت میخورن، همه فکر میکنن یه پول هنگفتی هست ما داریم میبریم. باور کن اینا ناراحتن که چرا اینا نمیتونن برنامه تلویزیونی داشته باشن این پول هنگفت رو ببرن. کدوم پول خانم؟ کجا؟ کی؟ چی؟ اون داستانه بود گفت کدوم پش کدوم کش، طرف رفته بود از ترس روبا بود، از ترس کی بود رفته بود بالای درخت، از ترس پلنگ بود. چی داری میگی خانم؟ شما که 90 سالته به کدام تلویزیون تا حالا پول دادی؟ کدومشون از شما ماهیانه پول گرفتن؟ اسم ببرید. بفرمایید. نه فرایی هم نه رضاشایی هم. چه اصراری داری اینقدر میگی؟ نه فر... آخه شما که 90 سالته نباید از خودت بپرسی چرا نه فرایی هستی نه رضاشایی هستی نه خمینی هستی؟ ببخشیدا انگار یک درخت، اون وقتا هم گفتن درخت عرعر، درخت عرعر همینجوری برای خودت بزرگ شدی، 90 سالت شده هنوز نمیدونی چی هستی. شما بیا به من بگو من طرفدار پهلوی هستم به این دلیل به این دلیل، نه که از ترست بگو من طرفدار هیچکی نیستم. ای داده بیداد، این مادرمون، این مادر بزرگمون، اون خانم سقفی خواهر بزرگمون، منم مجری تلویزیونتون. اون شعره بود گو اگر پدر مملکت تو هستی به چنین مملکتی باید چند تا نقطه. بفرمایید. من مملکت منه که یه سری خاک بیشتر نیست. شما این هم نمیفهمی، مملکت که یه خاک، شما خاک ایران میخواد هر یه ما بگو برای توی زیپلاک یه سری خاک بفرسن، مثلا مثل شیراز بودی خاک سیمان بفرسن، نمیدونم جنوب بودی دود چیز بفرسن. مزخرفات چیه میگی؟ اگر کسی جرأت کرد به این مادر 90 ساله بگه داری مزخرف میگی، اون موقع جامعه ما درست میشه. چی داری میگی؟ من خاک ایران، من عاشق ایران، مملکتم هم. مملکت رو به من توضیح بده، مملکت رو به من توضیح بده. الان بچه شما که 4 جایی که دنیا خودتون میگید پخش شدن، اینا دیگه مملکتی براشون مونده؟ وقتی زن سوئدی گرفته، وقتی زن آمریکایی گرفته، بچهش که دنیا میاد میگه من یه هشتمم نمیدونم فلانه، یه هشتمم اونه، یه چهارمم اونه، یه چهارمم اونه، حاضرم نیست یه کلاس فارسی بره یاد بگیره. چی داری میگی؟ چرا دروغ خود به خودتون میگید؟ شما اگه مملکت رو دوست داشتی میموندی تو ایران عزیز من، بچه‌هات هم اومده بودن خارج باز میموندی تو ایران. بفرمایید. چهار تا بچه دارم از مملکت بیرون اومدیم، هر یکی یک کشور زندگی میکنه. خواهش میکنم آشتی بدید، به خاطر پول سوال نکنید. شما اینجا میگی به خاطر پول بدید، به خاطر پول داری سوال میکنید. بچنگ یه برنامه تو پر کن با علی هستگی پر کن، ببین چه ها گفتی بعدا بشین خود قضاوت میکن. قربانتون برم، من این حرف میزنم از روی بدی نمیگم، از روی نادونی شما این کاری میکنید. ما ایرانی ها برای همه میبریم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. شما جرأت میکنی به بچه هات بگی این کارایی که شما میکنید از روی نادونی هست که به من این اجازه رو به خودت میدی توهین کنی؟ شما که میگی ما ایرانی ها جمع میبندی قدر مطلق استفاده میکنی، آیا این ایرانی ها همون ایرانی هایی هستن که از مملکتی هستن که شما میگی من عاشق مملکتم که ولش کردی آمدی، بچه هات هم چارتاش ولش کرده آمده؟ آخه دروغ چرا؟ ممنونم با همه اینا. برنامه ما رو نگاه کنید ممکنه بیشتر آگاه بشید. خب پیام بذارید دوست عزیزی که زنگ زدید. این تلفنی فکر کنم از ایرانه، یه دوستی داریم زنگ میزنه از اصفهان که آقا کجا هستی، برنامه چنین و چنان. نمیدونم والا، من گفتم دیگه اون روز تو تلفن بهتون گفتم مردم تیوی، شما اگه خودت هم نمیتونی به یه دوستی که اینترنت وارده بگو مردم تیوی رو روی گوگل بزنه، تایپ کنه، میبینه و پیدا میکنه. اینم از ویدیوی انتخابات رو دیدید با اون لهجه کرمونی. خیلی ممنون. و نظر شما درباره انتخابات آینده چیه؟ یک ویدیوی آقای ابراهیم خاکی
گذاشته. حقیقتا آقای خاکی من برای شما نوشتم، من فکر کنم این فقط شما ذکر مصیبت میکنید و چه باید کرد رو برنامه ای ندارید عزیز من. باور کنید این آخوندها 15 سال رفتن دنبال برنامه و دیدید تو چه کوتاه مدتی اجرا شد. من و شما 37 ساله بدون برنامه داریم ذکر مصیبت میکنیم، چیزایی رو که مردم میدونن بهشون میگیم، مردم هم میگن خب ما که اینو میدونستیم، حالا بریم یه پیامی رو از این دوستمون پخش کنیم، بلکه یه کار خیری انجام داده باشیم. ببینیم این خانم 90 ساله گوشی تلفن رو ور میداره به 4 تا بچهش که میگه برای پول زندگی نکنید، به این آقا کمک کنه، به آقای فرهاد میساقی اگه اشتباه نکنم، بله فرهاد میساقی از کالیفرنیا. بفرمایید آقای میساقی، شما صحبت کنید. من اسمم فرهاد میساقی هست و در کالیفرنیا هستم و یه خود مریض هستم و حالم اصلا خوب نیست و احتیاج به کمک دارم. اگر کسی میتواند به من کمک کند خیلی ممنون میشم. اسم من فرهاد میساقی، شماره تلفن 415-424-1986 415-424-1986. خیلی ممنون هستم، خدا بهم. ممنونم از شما، امیدوارم کمک کنن دوستان. اشکالی که تلفن شما داره اینه، مثل اپوزیسیون ما هست، میگه حقوق کارگرها رو میخوایم اضافه کنیم، معلم ها رو بفرستیم مرخصی، بچه ها اصلا برن برای خودشون خوش باشن، هر کسی دیپلم گیره بهش اینقدر حقوق بدیم و اینها، و ملت هر چی نگاه میکنن میبینن آقا این اصلا شدنی نیست. الان امشب برنامه هست توی CNN، این نماینده های اینایی که نامزدای ریاست جمهوری که از حزب دموکرات میان 3 نفر اینا صحبت میکنن، مردم میگن شما میان این حرفا رو میزنین برنامه تون چیه؟ و یکی یکی عقشونو میگیرن، میگه آقای سندرز شما که میگی من بیمه میدم، رفاه اجتماعی میدم، با چه پولی؟ خانم کلینتون شما که میخوای این کارو بکنی با چه برنامه‌ای، چه جوری؟ آقای فلانی شما که می‌خوای این کارو کنی چه جوری؟ ولی ما میام حرف می‌زنیم. شما دوست نازنین باید اولا بگی از مردم چی می‌خوای. مثلا اگه خدایی نکرده حالا من مریض بشم که هیچی، همین الان من اگر بخوام به مردم بگم، میگم دوستان من چشمم ناراحته و کجا گذاشتم این قطره چشم رو؟ ایداد بیداد قطره های چشمم را بده به جلو گذاشتیم. نه دیگه ازیاد نکن، پیام بذار. نه پیام بذار دوست عزیز، لطف کنید زنگ بزنید پیام بذارید. بله داشتم دنبال این قطره را الان ریختم توی این برنامه روی تو چشمم، بعد کجا گذاشتم؟ این آقای حسیبی توی برنامه‌اش میگه یه چیزی یه جایی یادم اومده بود براتون بگم، حالا نمیدونم راجع به چی بود، نمیدونم کجا گذاشتم، اگه یادم بیاد تو اینا براتون میگم. حالا قبل از اینکه یادم بره ما به این دوستمون بگیم، مثلا من اگه بخوام زنگ بزنم به یه تلویزیونی و تلویزیون ما به یه حدی رسیده باشن که به جای پول گرفتن از مردم و دروغ گفتن و مثل آخوندا وعده بهشت و اینها بفروشن کاری برای کسی انجام بدن، من اینجوری میگم، میگم مثلا من سوربی هستم از تلویزیون مردم، شماره تلفنم اینه، به دلیل اینکه مردم ایران مفتخور هستن کمک نمیکنن، من احتیاج به یه قطره ای دارم برای چشمم، این قطره ها روزانه است، مثلا روز 1.5 دلار، یا یه کسی پولشو بفرسته یا برای من از این قطره ها، نه قطره های باطل خودتون، از این قطره ها که اکسپایرشن دیتش مثلا تا سال 2020 باشه برای من بفرستید. اونی که میخواد به شما تماس بگیره آقای فرهاد میساقی میدونه که مثلا میخواد، ولی شما اینجوری که میگی خدای نکرده مانم نمیدونی شما سرطان داری، مرض قند داری، مرض چی میگن اون یکی که پاشون قطع میکنن و فلان اینا چی داری؟ بعد شما با من که صحبت کردید گفتید که پدرتون تیمسار میساقی بوده،
هر هفته با آقای احمد اویسی بوده و اینها. خب دوست عزیز زنگ بزن به این دفتر آرزا پهلوی، ایشون من شنیدم، مگه نهید این خانمه که تازه شاه و لایم نبود چقدر تعریف میکرد از این شاه ها و حقشونه که میدزدیدن. من شنیدم از اون پولی که پدر ایشون حقش بوده و دزدیده خیلی ها کمک میکنه. زنگ بزنید به دفترش، البته تلفن دفترش رو هم ورداشته، مثل ما شماره رو نمیذاره اینجا. بذارید ببینید این دوستون از ایرانه. درود بر شما آقای سردی، مجموعه ایران مردم، خسته نباشید، خدا قوت. ای هفت گردون مست تو، ما مهره‌ای در دست تو. ای هست ما از هست تو، در صد هزاران مرحبا. دو تا پشت سر هم میگم کلیه، شامل حال همه دین هاست. الان خدا میگه توی زندگیت، توی هر کاری که هستی، وسیله خوب باش، خوبش را میبینی. وسیله بد باش، بدش را میبینی. یعنی هیچ سرنوشتی از قبل برای ما آدم ها نوشته نشده، هیچ سرنوشتی برای ما آدم ها توی یک سال آینده نوشته نشده. مایی که این سرنوشت رو می نویسیم با اعمالمون. اعمال خوب نیک از یکتایی میاد، اعمال بد زشت از شیطان میاد، بقیهش انتخابش دست خودمونه. مردم زمین، ما همه وسیله هستیم، وسیله خوب باشید، نبد. خدا پرست، نبد شیطان پرست. با سپاس از شما وسیله خوب، تا بعد بدرود. ممنونم. بله این دوستمونه که از اصفهان زنگ میزنن و جالبه من این از بیننده‌های تلویزیون رنگارنگه که حالا با ما هم همراه شده، ممنونم از این بابت. و همیشه وقتی ایشون میگفت وسیله خوب، من میگفتم یعنی چی؟ حالا هنوزم نمیدونم به ما، به تلویزیون ها میگه وسیله خوب یا خودشون میگن وسیله خوب هست اسمشون که بتونه به این عنوان وقتی تکرار کنی به اصطلاح عملت هم خوب میشه. در اصل ممنونم که پیغام گذاشتیم، میگه وسیله خوب باش تا خوبش رو ببینی، وسیله بد باش تا بدش رو ببینی. میگه صد بار بدی کردی، دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. این رو هممون میدونیم، هر روزم ایمیلای قشنگ برامون میاد، هر روزم شعرهای خوب برامون میاد، ولی هر روزم اون کارهای بد انجام میدیم، دشمنی میکنیم به هم و الی آخر. ممنونم. این ویدیوی آقای ابراهیم خاکی رو که من بهتون گفتم یه چند دقیقه شما با هم ببینید، حرفای قشنگی میزنه، ولی خدایش من نمیدونم خب نتیجه این حرفا چیه، میخواین ما رو کجا ببرید؟ بفرمایید. با سلام و عرض ادب و احترام به تمامی بینندگان و شنوندگان عزیز و هم هموطنان ایرانی و همتواران لور و بختیاریم، در این روزگار بسیار سخت از لحاظ سیاسی در ایران و حوادثی از جمله آتش زدن سفارت عربستان در ایران و یک سری مسئله که بذارید دوستان من همینجا اینو نگه دارم. ببینید من مثلا میخوام از ایشون بپرسم، شما وقتی میگی هم تبارای لورم، اینا یعنی چی؟ یعنی شما یه تبعیضی بین منی که فارس هستم با اونی که لوره میذاری؟ بعد تو انسانیت یه تبعیضی بین من و شما که ایرانی هستیم با من و شما با اون خارجی که ایرانی نیست میذاری؟ چرا از این مرز عبور نمی کنیم، آدم بشیم؟ و بله شما درست میگی، خیلی قشنگ توضیح میده که ما نباید به کسی که بهشون جا دادیم، وقتی شما سفارتی یه جایی رو میدی، درسته اونا ممکن خریده باشن اونجا رو، ولی شما تو مملکتت به اینا جا دادی، امنیت دادی، گفتی اینجا میتونی از منافع کشورت حفاظت کنی. در رابطه با سفارت عربستان سعودی صحبت میکنه، بعد میگه نباید بیان بزنین داغون کنین. آقای ابراهیم خان عزیز، لور نازنین،
ما اینا رو میدونیم، این اتفاقایی که افتاده هممون خوندیم. حالا شما دوست داری، این همون آقایی که بهتون گفتم این جلوه چندین هزار نفر باید میستاده صحبت میکرده، خیلی راحت صحبت میکنه، خیلی قشنگ صحبت میکنه. ببین شما اشکالی نداره بیاید بشینی ویدیو پر کنی بفرستی روی فیسبوکت، بذاری روی تلگرام، بذاری روی نمیدونم اینستاگرام، بذاری روی پخش کنی و خوشتم بیاد. هیچ کسی نمیگه شما چرا آمدی اینجا، ولی همچین که خواستی برای مردم تعیین تکلیف کنی، یکی از اون مردم منم، میگم اوکی من اصلا شما رو قبول دارم، 100% قبول دارم. حالا چه باید کرد؟ شما هیچ برنامه نداری، میگی تو انتخابات شرکت نکنی. خب میگم چشم، ما که تو انتخابات شرکت نکردیم، شرکت هم نخواهیم کرد. خب بعدش چی میشه؟ خب اینا که اونایی که طرف دارن میرن نماینده، بعدم میگم ببین اینها همشون وایسادن تو صف، تلویزیون هم آمدن گفتن طرفدار جمهوری اسلامی هن، نمیدونم باورمند به ولایت فقیه، و رأی دادن قبول شدن رفتن. من و شما چی نصیبمون شده؟ هیچ. برای که بی برنامه هستیم. بفرمایید. الان به وجود اومده لازم دونستم که بعضی از اون افشاگری هایی که لازم میدونم رو انجام بدم و آگاهی رو که باید با اون قشری که مخاطب من هستن رو با تمام کلمه افشاگری. آقا ابراهیم یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که من نمیدونم، سعید نمیدونه، این مادر بزرگ 90 سالمون نمیدونه، این دوست ایرانیمون نمیدونه، به صورت راز هست، شما میای بازش میکنی، افشا میکنی، برملا میکنی. حالا ببینیم دوستان افشاگری این دوست بزرگ ما چی بوده. بفرمایید. وجود و در تمام واقعیت اونها برسونم، این رو برای خودم در واقع یه رسالت میدونم که حداقل چیزی هست که میتونم به عنوان واقعیت و آگاهی به مخاطبین خاص خودم در ایران و تمام دوستانی که شنونده هستن قرار بدم. یکی از اون مهمترین مسائلی که الان وجود داره، بعضی از آقایون میگن نفوذی‌ها بودن که سفارت رو آتش زدن. این واقعیتی که در ایران چند گروه در حال حاضر در تهران قدرت رو در دست دارن، یکی از مهمترین مسائلی که باید ما در نظر داشته باشیم. این که بخش روحانیت سنتی و بخش روحانیت حاکمیتی الان اینا دو گروه هستن، جای خود باشه و نظامیایی که در قالب سپاه و بسیج هم هستن اونم جایگاه خودشون دارن، ولی ما یه بخش دیگه ای رو داریم که در واقع بیگانگانی هستن که تبار ایرانی ندارن و مدت‌های زیادی که در ایران هستن و اخشاری هستن که تعدادشون بین دوستان افشاگری، حقیقت گویی، باز کردن واقعیت رو این دوست ما میخواد برای من و شما بگه. اون ماجرایی بود که صمد میگفت که این حرفا مثل آدامسه، هر چی شما میخوری چیز تو شکمت نمیره، هر چی میجویی چیز تو شکمت نمیره. آخه از این که آخوندها یکشون تندروان، یکشون اصلاح طلبان، سپاه همه قدرت‌ها رو داره، تا اینجاش کجاش افشاگری بوده؟ و حالا شما یه قدم میری جلوتر، از اینجا افشاگری شروع میشه. شما میگی اینایی که تو ایرانن سر کارن، اینا ایرانی نیستن. آه این حرفا چیه؟ این مزخرفات چیه میگی؟ اینا از من و شما ایرانی ترن. دلیلش هم بهتون میگم، برای که چون آخوند بودن و اینا بیشترشون خارج رو ندیدن، خارج نرفتن. من و شما الان وقتی میخوایم یک کلمه بگیم، شمایی که تو بلژیکی، منی که تو آمریکا هستم، بعضی وقتا اول اون کلمه خارجیش میاد تو صورت تو مغزمون. چی داری میگی؟ تا روزی که هی بگی اینا خارجی بودن، اینا خارجی هستن، شما تو بلژیکی، منم تو آمریکا، آب از آب تکون نمیخوره، اونم داره برای خودش میخوره و میبره و میزنه و تجاوز میکنه و میکشه و اعدام میکنه. این چی آخه؟ بشینید با چهار تا از دوستان، شما میگید من اینا رو برای بینندگان خاص خودم میفرستم. بینندگان شما دو گروه هن، یکی خاص یکی عام. ای قربونت برم، ما رو تازه داره برمیگردونی به دوران نمیدونم امیرکبیر که فقط یه گروه خاص میتونستن برن مدرسه، گروه عام باید میرفتن کار میکردن. این خاص عام یعنی چی؟ شما میای روی سوشال میدیا اینا رو میذاری، یعنی برای عموم. اگه خاص هست باید یه کلوب باز کنی
مردم بیان تو اون کلوب عضو بشن، اینا رو برای اون کلوب نشون بدی که میتونی اکانت یا حساب پرایوت باز کنی. به یکی گفتم آقا اسمتو نمیبینم، گفت بابا من اشتباه کردم یه اسمی باز کردم، این اسم اکانت شخصیه. دیدم آقا روزی 100 نفر میان عکسی که من مثلا برای خواهرم گذاشتم اونا برمی‌دارن، هی میگن چه خوشتیپی، اون یکی میگه چقدر خوشگلی، یکی میگه نمیدونم قربون قنبلت برم، یکی میگه قربون چشمت برم. بس اصلا رفت. دوست عزیز، شما اول تکلیف خودت رو، واقعیت و حقیقت رو برای خودت، افشاگری رو برای خودت انجام بده. اولا گروه خاص کیه، گروه عام کیه؟ مثلا منی که سوربی هستم جزء خواصم یا جزء عوامم؟ جزء لورا هستم؟ ما یه اینقدر اونم لوره. کی هستیم؟ چی هستیم؟ میخوای چه کار کنی؟ برنامه‌ت چیه؟ برنامه‌ت رو مردم بگو. ببین 4 نفر میان دنباله، به اون 4 نفر بگو دفعه دیگه هم 4 نفر بیارم. خب cool picture of stage maybe merci word simplon okay. برای اون دوستان عکس فرستادن. من با آقای منصور اوسانلو گفتم این ویدیوی شما رو، وقتی با آقای اوسانلو صحبت کردم گفتم نگاه که آقا شما این ویدیو رو پر کردی گذاشتی اونجا، دوستانم مینسن صحبت های نمیدونم آزادی خواه ارزشمند آقای اوسانلو فلان نه، نگاه میکنی 70 نفر 80 نفر 300 نفر 1000 نفر نگاه میکنن، بعد چی میشه؟ هیچ. خب بیا بذار تو تلویزیون مردم دو تا تلویزیون دیگه پخش کنید، به دوستان بگو آقا تو که میگی من جانم فدای ایران، $10 $20 هزینه شو بده. بعد برای ایشون فرستادم عکسایی که من کارایی که انجام میدم، کارم چیه مادر جون؟ اینجا کسی به ما پول نمیده، اگه پول میدادن حرف نمیزدیم بگیم پول بدید، چون پول نمیدن میگیم پول بدید. اونی که پول میگیره که به شما نمیگه پول بدید. آقای نوریزاده هیچ وقت به شما گفته پول بدید؟ تلویزیون وایس آف امریکا هیچ وقت، صدای امریکا به شما گفته پول بدید؟ برای که اونا پول میگیرن، اون وقت شما به اونا زنگ نمیزنید، به ما زنگ میزنید. خلاصه والا یادم میره اصلا چی دارم میگم، والا چشامونم تیک بزنه و نمیدونم لبامونم اینجوری بشه و اینا دیگه. ما آدم های پوسکلوفتی هستیم که دوام آوردیم با شماهایی که انقدر واقعا اذیت میکنید. البته ناگفته نماند، امروز یه دوستی $200 لطف کرد و فرستاد و من ممنونم از ایشون. شما هم اگر اول سال حمایت میکنید، الان هنوز اول ساله، اگه آخر سال حمایت میکنید نگاه کنید ببینید آخر 2015 حمایت کردید، پس نکردید حالا جریمه و نمیدونم اینجا بهش میگن لیت فی، هزینه دیر کرد و اینها رو هم بدید. پیام فرهاد میساوی رو از کالیفرنیا شنیدید. برگردیم با آقای اوسانلو داشتیم صحبت میکردیم، ایشون عکس هایی رو فرستادن، یکی از اونها نوشتن نظارت استصوابی توهین به شعور ملت است. و میدونید که اینها دارن این کار میکنن که نظارت استصوابی برداشته بشه. درست میگه، از این توهین دیگه ما بیشتر نداریم که خامنه ای میگه شما اگه مخالف هستید بیاین رای بدید ولی نمیتونید نماینده داشته باشید در مجلس. اینو بیا ابراهیم جان بگو. به آقای اوسانلو گفتم شما وقتی میری تو کالیفرنیا صحبت میکنی توضیح میدی به این قشنگی که ما گوگل این کارو میکنه، شرکت های کامپیوتری این کارو میکنه فلان نه، بعد به مردم نگو 100,000 نفر 200,000 نفر، قشنگ بهشون بگو ما تا امروز 1200 نفر عضو داریم، شما هم عضو بشین. چون اگه گفتی 200,000 نفر، اون خانمی که اونجاست، اون آقایی که اونجاست میگه خب بنزه کافی دارن، اگه قرار کاری انجام بشه با همین 200,000 نفر انجام میشه. شما دنبال یه دونه رأی باشید. ضمناً آقای خمینی و این آخوندها هیچ وقت نیومدن برای من و شما توضیح بدن که این شبنامه ها چجوری کار میکنه، این نوارها چجوری کار میکنه. ما یه اشکالمون اینه که خیلی توضیح میدیم مردم رو گیج میکنیم. برای اون کسی که اومده تو اون جلسه شما رو دیده تو لس آنجلس که ممکنه اصلا کامپیوتر نداشته باشه، شما باید یه راه حلی بذاری، بهش میگی خانم آقا امروز که رفتی از یه دوستت که کامپیوتر داره اینترنت داره خواهش کن این کار رو انجام بده، بعد شما یه سری کاغذ چاپ کن اینا رو تو جلسات به مردم وقتی دارن میرن ها بده، وقتی اومدن نه، وقتی اومدن میندازنش این برور رو میرن چای میخورن اینها یادشون میره، وقتی دارن میرن اینا رو بده.
خیلی کوتاه، مفید، مختصر این وبسایتتون. اینها خود من سیزده به در اینجا وقتی بود کاغذ چاپ میکردم، تلویزیون مردم رو به مردم میدادم که نگاه کنن. اون کسی که نمیدونه، شماها بیشتر دارید برای کسایی صحبت میکنید که با شما هستن و میدونن. شما باید برید کسایی رو پیدا کنید که با شما نیستن و نمیدونن. یعنی من چقدر خوشحالم وقتی این خانم تماس میگیره، بهش میگم بیشتر نگاه کن، برای که این با من نیست، این مخالف منه. خانم مینو ثقفی از لحاظ عقیده با من مخالفه، ولی میگه من شما رو قبول دارم چون شما صداقت دارید. ممنونم. البته فکر کنم باید این عینک رو بزنم که دروغگویمون معلوم نشه. آها، چون سعید نقل عینک گفت و اینا، من یه ماجرایی براتون بگم. سالها پیش یه خانمی بود با ما یه جورای فامیل دور بودن، شیرازی بود ایشون، و بعدن رفتن، خانم دکتری بود خیلی جوان و اینها، و یه کاری کرده بود خیلی مهم بود، مخصوصا اون سالای 98 2000 اینها، و یه فامیلشون کلیهش خراب بوده. این خانم یه دونه از کلیهش رو داده بود به اون، و چون قبلا هم تو برنامه‌های تلویزیونی برنامه داشت و اینها، من یه روز یه شنبه که رفته بودم تلویزیون برنامه اجرا کنم، وقتی هوا خوب بود بیرون وای میسادیم، اینها همه سیگاری میگاری بودن، ما وای میسادیم، اونا میکشیدن، ما که پول نداریم سیگار بخریم، اونا میکشیدن، ما استفاده میکردیم. این خانم آمد اونجا که با دوستانش سلام علیک کنه، و خب ماشینش هم هوا آفتابی بود، این سقفش رو باز کرده بود، کالیفرنیا یا میدونن اونجا خیلی سقفا بازه، کانورتبل، توی ایران توی آلمان یه چیز دیگه میگفتن. در هر صورت سقفش هم باز کرده بود، عینک هم زده بود و وارد شد، پیچید آمد اونجا. ما یکم رفتیم اون و این خانم پارک کرد و آمد سلام و احوال پرسی اینها. گفتم چند وقتی بود پیداتون نبود؟ گفت که من یه جراحی داشتم اینا. گفتم انشالله خوب به خیر گذاشته باشه اینها. گفت بله، و اینجوری بوده، مثلا پسر داییم کلیهش دوتاش خراب بوده، باید هر هفته نمیدونم هر ماه چقدر میرن برای این دیالیز فلان، خیلی دردآور و اینها هست، مثل که خونشونو میگیرن میبرن میارن از این ماجرا. و من نامزد، نه نامزد شدم با اون، من داوطلب شدم که یه دونه از کلیهامو به اون بدم، و دادم. و حالا معظمی این مدت تو چی دونه، گفتم ای چه خوب، الانم این فصلی هست که هی آمریکا به مردم میگه بابا شما نمیخواد وقتی زنده هستید ارگان دونر باشید، یعنی اهدا کنید، اقلا بنویسید که وقتی مردید اگر هنوز دستگاه ها رو همش خراب نکردید چیز سالمی هست به یه نفر دیگه برسه، و میخوای بیا تو برنامه من صحبت کنیم در این مورد. گفت نه سر وضعم خوب نیست، این با ماشینه هم بودم باد زده رفته و اینا. گفتم بابا اب نداره که ما برنامه همون مردمیه، مثلا بنده با این کاپشنه میام، سعید هم همیشه میگه کاپشن احمدی نژاد، این مرچور احمدی نژاد ببره، احمدی نژاد اگه ارزه داشت یه کاپشنی دوب میدوخت مدلشو اینها رو به خودش انحصار میداد که وضعش بهتر از این بود. این کاپشن ها بوده و بوده. یا آخوند میگیم پیرن آخوندی، آقا این پیرن یقه فرنچه، چیکار آخوند داره؟ در هر صورت ما ایشون رو راضی کردیم که بیاد تو برنامه در این مورد صحبت کنیم، پروموت کنیم، تبلیغ کنیم، هم از ایشون تشکر کرده باشیم که یه همچین کار بزرگی انجام داده، یه دختر 27-28 ساله حاضر شده یه کلیه خودشو به یه نفر دیگه بده، فکری نبوده ای فردا اگه من سرما خوردم کلیم درد گرفت نمیدونم فلان. چشمتون روز بعد نبینه آقا سعید، هنوزم داری گوش میدی؟ این خانم خب داشت حرف میزد و اینا، این عینکش رو گذاشت اینجا، آمدیم رفتیم نشستیم و برنامه رو سلام علیک و فلان. خانم الان باور کن اسمشم اصلا یادم رفت، معرفی کردیم این خانم معرف حضورتون هست، برنامه داشتن، برنامه خوبی و اینها، و این چند مدتی که نبودید من هم جویای حالشون شدم، و اینجوری بوده ماجرا. من ضمن این که به عنوان یه انسان از ایشون تشکر میکنم، به شما هم پیشنهاد میکنم که این کارو بکنید. حالا برای شما توضیح میده که این محاسنات این محاسن میگن حسن این کاری که ایشون انجام داده چیه. اولش اینه که یه زندگی جوان دیگر رو نجات داده، یه خانواده دیگر رو خوشحال کرده. دوم بفرمایید، و تلفن هم آزاده، شما هم میتونید زنگ بزنید. حالا این دوستمون که گفته بود اگه میشه تلفن ها رو باز کن،
چشمتون روز بعد نبینه. خب 3-4 نفر زنگ زدن آقا خیلی خوبه، ما هم همین کار کردیم زدیم و فلان، نه راست دروغش ما نمیدونیم. یه خانمی زنگ زد، نمیخوام بگم مثل همین مادر 90 ساله ما، ولی ایشون هم سنی ازش گذشته بود از صحبت. آقای سوربی، میگم بفرمایید. میگه ما نشسته بودیم منتظر برنامه شما. میگم شما داری با من صحبت میکنی یا برنامه منه؟ نه، این خانمه نشسته اینجا، اینو میگم که عینکش گذاشته بالا، حالا این چه مدی شده همه عینکا رو میذارن رو سرشون. اونی که سعید میگه، البته من خانم مینو ثقفی رو میشناسم، فکر نمیکنم ایشون به شکل و قیافه من بخواد ایرادی بگه، یه ایراد اینقدر بهش وارده. اصلا من مونده بودم که چی بگم به این خانم، به این بیننده چی بگم، و این دختر جوونی که حاضر شده بدون این که 100 رقم آرایش کرده باشه بیاد جلو دوربین خیلی خودمونی مثل دختر شما، مثل دختر من که میاد با ماشین بعد عینکش یادش میره بذاره تو ماشین، یا اصلا نمیذارن عینکو میذارن اینجا، صحبت میکنه بعدم خداحافظی میکنه میذاره اینجا میره. آخه خانم این عینکش بالا باشه تو زندگی تو چه تغییری میده؟ عینکش پایین باشه به تو چه تغییری میده؟ به خدا آدم لکنت زبون پیدا میکنه. و خانم ثقفی میگه چشمات به هم میخوره. والا خوبه که ما هنوز پشت این چشممون مغزمون به هم نخورده، شاید هم خورده. من اگه برنامه همو دیده باشین چندین بار توی برنامه یه اره آوردم، اول برنامه اره نشون دادم، گفتم که من همین الان شاخامو بریدم که شما شاخای ما رو نبینید، چون ما این برنامه رو که اجرا میکنیم تا برنامه چهارشنبه از صحبتهای شما دوستان شاخ در میاریم، از خبرهایی که پخش میشه شاخ در میاریم. آقای جان جاوید شهافر نوشته که عربستان، پادشاه عربستان گفته ما ایرانی ها رو تو خیابون ها به گدایی میندازیم، ما فلان میکنیم. شما اولا اینو میبینید از دوره، بعضی ها میگن در زمان خسرو پرویز بوده، بعضی ها میگن حضرت علی اینو گفته، حالا ایشون نوشته که کینگ عربستان اینو گفته. میگم آقا اینو به فارسی گفته، به عربی گفته، نوشته توی مصاحبه، کجاست سندشو بدید تا ما ببینیم. آخه نکنید این کارو، قرم قرم نکنید برای مردم، مردم رو آماده قرم ساق شدن نکنید. حالا ایشون تازه میخواد چیکار کنه؟ انجمن جهانی آزاد اندیشان رو داره. حتی ایشون میدونه من گریب خودی حالیم نیست و هر چیزی که به کلم میاد اون رو میگم. در صورت ممنونم، ولی به اینجوری من فکر نمی کنم، نه من نه شما به جای برسیم. آها، آقای اوسانلو لطف کردن، یکی از دوستان سوالی کرده بود ایشون پاسخ داده، بذارید من هم سوال ایشون رو بهتون نشون بدم، هم پاسخ آقای اوسانلو رو، و شاید شما هم مثل این بیننده کیجا دختر دهاتی از خودتون سوال کرده باشید که چجوری امکان داره. ایشون میپرسیده که از آقای اوسانلو که دیگه دیره نمیتونم بپرسم. سلام آقای سوربی، آیا شما میدونید که در ایرانی که امثال اوسانلوها میگویند حقوقشان را نمیپردازند، مزایایشان را نمیپردازند، بیمهشان فلان، مزدشان بمان، این کارگران و کارمندان در ایران با توجه به گرانی چگونه اجاره خود، شهریه تحصیل بچه ها، خرج پوشاک، سیر کردن شکمشان را میدهند، تهیه میکنند. با بیکاری در آمریکا و اروپا ماه دوم زیرش طرف میمونه. یعنی چی؟ یعنی بدون پول زندگی کردن؟ آیا همه کارمندان، کارگران بدون دستمزد، طلبکار حقوق در ایران شغلهای دوم سوم دارند؟ اشاره کنم که من هوادار و کشت مرده و حقوق بگیر آخوندها نیستم، اشتباه برداشت نشود. نوشته طولانی شد، ببخشید. کیجا دختر دهاتی. آقای اوسانلو پاسخ دادن، مردم ذره ذره از خرید لباس خودشان را محروم می کنند.
تفریح نمی کنند. بچه هایشان از ادامه تحصیل باز می مانند. کیفیت زندگیشان پایین آمده است. از امکانات بهداشت و درمان محروم می شوند. مسکن خودشان را از دست می دهند. از جنوب شهرها به حاشیه‌های دور نقل مکان می کنند. مصرف پروتئین و ویتامین ها و میوه از دستشان دور شده است. دزدی، فحشا، قاچاق و سایر فساد اجتماعی گسترش یافته است. متلاشی شدن خانواده ها و جنایت و قتل های خانوادگی افزایش یافته است. حتی مصرف نان بسیار کاهش یافته است. به آمار این مشکلات توجه کنید، در حال رشد است به صورت تصاعدی. این هم ممنون و متشکر از ایشون. آقای اوسانلو اگر بتونن جمعه، چون ایشون گفته 6 بعد از ظهر، من همش فکر کردم ایشون کالیفرنیاست، ایشون گویا نیویورکه و کالیفرنیا رفته بودن برای سفر، گفتن 6 بعد از ظهر، من گفتم ما 6 بعد از ظهر برنامه زنده نداریم، و اگر ایشون بخواد 3 بعد از ظهر برنامه زنده داشته باشیم، شاید تلفن ها رو هم باز کنیم، از ایشون سوال کنید، یا بهتر از اون به نظر من شما از همین امروز پیام بذارید، پیام هاتون در رابطه بگید من از آقای اوسانلو این سوال رو دارم، ما پخش میکنیم ایشون پاسخ بدن. من اگر امکانی داشتم یه سیستم میذاشتم اونجا، یه نفر خانمی آقای اینترنی بیاد، از لحاظ دانشگاهی هم بهش اعتبار و کردیت میدادیم که اینشون چند ساعت در یه رادیو تلویزیون کار کرده و الی آخر، و اون پیام‌ها رو ضبط میکرد، ما اینجا پخش میکردیم. چرا؟ چون جامعه ما جامعه عقب افتاده ای هست. هنوز تلفن آزاد که میذاریم به خانم دکتره که داره متخصص زنانه زنگ میزنن فحاشی میکنن، به خانم دکتره که داره سکس تراپی میکنه، خیلی از خانواده ها به خاطر سکس از هم جدا میشن، این داره قبل از اینکه خانواده ها از هم بپاشن بهشون نصیحت میکنه، طرف احمق زنگ میزنه مزاحمش میشه. تو اینجوریه دیگه، شما وقتی توی خیابونی یه نفر هر شب مست میکنه و میاد و شما اون اهالی خیابون جلوی اون رو نمیگیرن، چی میشه؟ شما نمیای تو اون خیابونه. ما که اینجا قدرت نداریم جلوی اینو بگیریم، چون اینا اینقدر ترسو، اینقدر پس فطرت، تلفن‌های قلابی، اسامی قلابی، عکس‌های قلابی. پس باید چیکار کنیم؟ باید هوای شما رو داشته باشیم، یه جایی شما رو جمع کنیم که سیف باشه، با آبرو باشه. خیلی قشنگ زنگ بزنید بگید پیام سوال من اینه. ولی آقای اوساندو اگه مردم گوشت نمیخورن، این چیزا نمیخورن، باید مصرف نون زیاد شده باشه، چون نون هنوز تا هنوز هم داره، هم ارزون ترین چیه، هم داره کمک های دولتی میگیره، و وقتی شما میگی مصرف نون هم کم شده، یعنی به نسبت قبل مصرف نون هم کم شده، یعنی مردم دارن کمتر نون میخورن. نمیدونم، در صورت اینا صحبت هایی که باید در موردش صحبت کنیم و حرف بزنیم. و اما یک خبری رو که سعید هم برای من فرستاده بود و به نظر من جالب بود، البته سعید صبح اول صبح خبر رو به انگلیسی فرستاده بود، ما بعدش دوستان برامون فرستادن با فارسی، و اجازه بدید که با فارسی بهتون نشون بدم، مخصوصا برای اون خانمی که میگه تلویزیون ها پول میگیرن و اینها. ببینید این ویس آف آمریکا صدای آمریکاست، صدای گاورمنت آمریکان، پول، تکس، مالیات من و شما رو میگیره، میده به یه عده‌ای که اونجا کار کنن. دوست عزیز، اونا هستن که دارن پول میگیرن، نه من، نه اون تلویزیون های بیچاره‌ای که هی اسم این زیر می‌نویسه ممنون از حسن علی، ممنون از اون، از اول آهنگاش تا آخر آهنگاش داریوش بخش میکنه، چون یه خانم 50 دلار بهش کمک میکنه. اون بدبختم اگر پول از یه جایی میگرفت دیگه منت شما رو نمیکشید. بمانه ببینید، حالا وایس آف آمریکایی که اینجوری نوشتنشون، ببینید چی چیه نوشته: یک ایرانی در میان 3 زندان خشن فراری. غلطه، 3 زندانی خشن فراری، 3 زندان یعنی 3 تا محل. خب این تیترش که غلطه. یک ایرانی در میان، من درستش میکنم الان، یک ایرانی در میان 3 زندانی خشن فراری از زندانی در جنوب کالیفرنیا.
سه زندانی از یک زندان در منطقه اورنج کانتی واقع در جنوب ایالت کالیفرنیا که به شدت تحت تدابیر امنیتی است فرار کردند. به شدت تحت امنیتی بود و اگر بود که اینا فرار نمیتونستن بکنن. حسین نیری، اتفاقا از آقای علی نیری پرسیدم آقای دکتر این با شما فامیل که نیست که؟ گفت نه. گفتم خب خدا رو شکر. حسین نیری متولد 1978، ایشون قبل از انقلاب دنیا آمده. احتمال زیاد این آدم کشی و اینهاش هم من و شما میخوام بندازیم گردن انقلاب، بندازیم، هیچ عیبی نداره. سنگ مفت گنجیش مفت، کی میشماره؟ حسین نیری متولد 1978 و جاناتان تیو متولد 1995 و باکیو متولد 1972 هر سه به خاطر جرائم خشن محکوم به حبس شده بوده. فرار این زندانیان باعث شد تا مقامات به یک اقدام گسترده برای پیدا کردن آنها دست بزنند. گزارش شده از پلیس، پلیس مارشال و پلیس فدرال آمریکا دیگر نیروهای امنیتی را برای پیدا کردن این زندانیان همراهی می‌کنند. مقامات گفتند فرار این زندانیان با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته است. این زندانیان آخرین بار ساعت 5 صبح روز جمعه در جریان شمارش زندانیان دیده شدند، اما آنها در شمارش ساعت 8 شب حضور نداشتند. جزئیاتی درباره زندانی ایرانی حسین نیری 37 ساله از ایران به آمریکا مهاجرت کرده است و از سال 2014 بدون وثیقه در حبس بود. او به آدم ربایی، شکنجه، دزدی، ضرب و شتم متهم بود. در یکی از پرونده ها نیری و سه مرد دیگر متهم هستند که مالک یک مرکز توزیع کننده ماریجوانا را در سال 2012 گروگان گرفتند. به گفته مقامات آنها او را به یک منطقه در کویر بردند که فکر می‌کردند او پول خود را آنجا پنهان کرده و سپس آلت تناسلی او را بریدند. پس از آن نیری از آمریکا به ایران فرار کرد و چندین ماه آنجا بود. نیری سپس در نوامبر 2014 در پراگ هنگام عوض کردن پروازی از ایران به اسپانیا برای دیدن خانواده‌اش دستگیر شد. حالا این می‌دونید من وقتی یه نفر می‌نویسی که آقا دختر آقای صابری شد بزرگترین دانشمند، میگم بابا شده برای که تو آمریکا این فرصت بوده براش، امکانات براش بوده. بعد قرار نیست هر آمریکا، هر ایرانی که آمد شد آمریکایی یه جای رسید ما هممون افتخار کنیم یا دو قرط و نیممون به اصطلاح طلبکار باشیم از آمریکایی‌ها که ببین آقا این آقای فیروزی بود تو ناسا. بابا ناسا وقتی فیروزی دنیا نیومده بوده اون هواپیما فرستاده کره ما 1968 نشستن رو ما. حالا این آقای نادری، اون آقای فیروزی، آقای فلانی بسار، اینها آمدن اینجا، بله اینجا امکانات هست، رشد میکنن. ما هم به عنوان یه آمریکایی، به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه انسان باید خوشحال باشیم. ولی شمایی که میگی هنر نزد ایرانیان هست و بس، اینا چیه؟ اون آقایی که گفتم بلند شده بود از آلمان آمده بود اینجا، نامزدش رو که پولاش رو کش رفته بود میگن زنده زنده تو ماشین سوزنده بود، الان هم تو کالیفرنیا زندانیه. اونا چی هم؟ اونا هم اگه یکیش افتخاراته، یکیش هم باید خجالت ما باشه. یا اینکه اگر اون افتخار انسانیته، اینم میشه خجالت انسانیت، باید به فکر اینم باشیم. درصد اینم اشکال داره، باید ببینیم چه می شود کرد. ممنونم و ببینیم که یه چیزی اوردر دادیم، میگه برامون رسید. بله ما این ماوس هایی که سیم داره و اینها بعض وقتا اذیت میشیم، ولی ماوس بدون سیم هم که میگیریم بعض وقتا کار نمیکنه. نو هم هست کار نمیکنه. دوباره یه چند تا جدید اوردر دادیم، امیدواریم این سری کار کنه. و اما درباره آقای منصور اوسانلو، ویدیوی ایشون روی فیسبوک ما برای بیش از 8000 نفر گذاشتیم، شما هم برید نگاه کنید. دوستان لطف کنید نظر بدید، منم میبرمتون فیسبوک. ببین آقای اوسانلو وقتی اینجا برنامه‌هاتو میذاری این محاسنم هست که شما چند بار پروموت میشه. و ایشون به من گفت من یه مبلغ خیلی کمی دارم. گفتم با که با این مبلغ شما میتونی یه بار اینجا آگهی بذاری، یه بارم
ویدیوتو نشون بدیم، ولی ما برای که حسن نیت نشون بدیم اینجا ویدیوی شما رو سه بار سه روز نشون میدیم، اونم هر روزم دو بار تا چهارشنبه. به اینجا آمریکایی‌ها میگن، به این میگن گود فیت، همون حسن نیته. ما ایرانی‌ها حسن نیت ازمون گرفته شده. حالا میخوام بگیم داشتیم، شما بگید کی داشتید؟ در زمان خسرو پرویز داشتید که حرم سرا داشته، بیش از هزار تا زن داشته. طرف من ویدیو گذاشتم اونجا، تو ویدیو اسم نوشته فلان چی رفته تحقیق کرده اینجوری تاریخ، بعد میگه آقا این به کدام سند؟ بهش گفتم که صفحه 666 تاریخ طبری جلد ششم. آخه من نمیدونم، بدونی که نگاه کنید نظر ندید. ببینید ما نوشتیم سخنرانی کامل منصور اوسانلو در لس آنجلس. ببین آقای اوسانلو، دو ساعت قبل شما اوکی دادی ما گذاشتیم اینجا، دو ساعت قبل تا الان 100 نفر رفتن دسترسی پیدا کردن به این ویدیو. این پایینم ما نوشتیم دوستان نظر یادتون نره، این ماجرای ایرانی در میان سه زندان و فلان. سه زندانی هم صبح که چیز فرستاده بود گذاشتم اینجا. درباره ادیان و اینکه دینها همشون یه سری مزخرفات دارن، ولی همین دینها برای اون زمانی که اینها آمدن خوب بوده. یه دوستی ما داشتیم آقا ایرج که هر جا هست امیدوارم سالم و سلامت باشه، خبر ندارم ازش. ببینید این دین مسیح که میگه بیا برو هر گناهی میکنی بعد برو توی کلیسا تو اون قسمت اقرار میکنی یه پولی هم میدی به کلیسا گناهت بخشیده میشه، این دوستان یهودی مرغی که گناهان یک ساله را میبخشد، یک سال میرن هر گناهی میخوان میکنن. همین دوستان یهودی توی آمریکا کلیه میخریدن میفروختن، نه کلیات معنوی ها، نه کلیات سعدی، کلیه آدم ها را میخریدن 2000 دلار 3000 دلار میفروختن به اسرائیلی های پولا. این کلیمی ها خاخام بود توش چند تاشون. اوکی. تصاویری که میبینید مربوط است به یک فرد یهودی که در روز عید قفران یا توبه، اون همون دیوار چیزم میگن اونجا، مرغ سفیدی یا خروس را سه بار دور سرش میچرخاند و به در و دیوار میکوبد تا بمیرد و به این وسیله قصد دارد قربانیش تقدیم خدایش یهوه بشود یا بکند. آلبرت اینشتین میگه که دو چیز بی پایان است، اول کهکشان، دوم حماقت بشر. در مورد اولی زیاد مطمئن نیستم، یعنی میگه کهکشان ها ممکنه محدود باشن ولی حماقت بشر محدود نیست. این آقای اینشتین هم از اون جیگولوهای زنباز بوده، خیلی دوست دختر و زن و من و اینها دوربرش میچرخیدن. دوستان ساعت 3:43 است امروز، بعد از برنامه من ساعت 4 آقای حسن اجلالی با شما خواهند بود، تلفنشون بازه، ایمیلشون هم بازه، میتونید باشون تماس بگیرید. پس از آقای اجلالی میام اون ویدیوی آقای منصور اوسانلو رو بهتون نشون میدم، بعد از اون آقای شبستری، بذار اینجا بنویسم، بله پس شد سوربی، اجلالی، اوسانلو، شبستری، مینویی، ارشاد، کانون آوا. کانون آوا هم 29 با آقای محمد کرمی هستیم. والا من به این دوستم میخوام بگم آقا بیا یه مدتی برنامه ها رو تعطیل کن، ما ببینیم این آقای رجوی میتونه بره 6 ماه ایران رو بگیره، چون الان یکی از حرفاشون اینه که افرادی مثل آقای راستگو و کرمی و رزاقی و سبحانی و آقای حسین نژاد و اینها باعث شدن که مجاهدین در جا بزنن. بیان آقا برید یه چند ماه بذارید اینا برن ایران رو بگیرن، بعد که رفتن ایران ما برای خودمون دوباره صحبت میکنم، حالا ببینم چی میشه. دوستان تلویزیون مردم برنامه همه رو میتونه پخش کنه، ما اینو نشون دادیم که یعنی تحمل شنیدن حرف مخالف رو داریم. برنامه انجمن پادشاهی رو پخش کردیم، برنامه بی خدایان رو پخش کردیم، برنامه با خدایان رو پخش کردیم، برنامه یهودی های
نیویورک رو پخش کردیم، برنامه مسیحی های کالیفرنیا رو پخش کردیم. تازه حالا این مادرمون که جرئت نمیکنه به بچه هاش حرف بزنه به ما میگه شما پول رو ول کن یا برو آشتی بده، شما لطف کن اسما رو بنویس من ببینم کی از کی قراره تا ما بریم آشتیش بدیم. یا همونجوری که تلویزیونای دیگه همه اشتباه میکنن کی رو با کی آشتی بدیم. یا آقای چیز بود پاشایی میگو آقای رضا پهلوی هنوز نمیدونه کی رو کجا بذاره. گفتم بابا اینجوری نیست، باید بگی کیو کجا بذاره. درست شما خانم لطف کن به ما بگو کی با کی قهره تا ما بریم آشتیش بدیم. اگر شما دو نفر رو میشناسین که قهرن و شما نتونستی آشتی بدی، شما چرا خودت از من کمتر میبینی و فکر میکنی شما و چهار تا بچه گلت قدرت ندارن اونا رو آشتی بدن، ولی این سوربی از تو این سوراخ تلویزیون میتونه اونا رو آشتی بده. کارمون خیلی خراب. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خوندیم. میدونید که اینجا یه برف بزرگی آمد و همه مونده بودن که چه کار کنن. یکی از اونایی هم که نمیدونست چه کار کنه این آغاز. ببینیمش و برگردیم. زمین من عکس خودم رو نشون بدم با برفی که اینجا اومده بود که اگر ما پولی آنچنانی داشتیم وای نمیستادیم بیل بزنیم. زمین یادتون باشه زمانی که برف میاد بیشترین سکته های قلبی مال اوناییه که دارن برف پارو میکنن. هوا سرده، متوجه نمیشن گرمشون شده، کار میکنن، معمولا عادت به این کار ندارن، کمردرد و سکته قلبی. حالا این آقا رو ببینیم که با برفا چه کار میکنه. من اون عکس حاضر میکنم با هم ببینیم. با ما باشه. خب میدونید که این پاندا، این خرسای این رنگی خیلی معروف شدن و اون روز اول فکر میکردن این بچه خرسه، بعد گفتن نه بابا این باباش این کارو میکنه. گفتم والا ما هم وقتی برف میاد خود ما هم به اسم بچه ها میریم بیرون برف بازی، اون موقعی که اینا کوچولوتر بودن، ولی حقیقتا خودمون از برف بازی خوشمون میاد. ولی این روزها برف بازی که ما انجام میدیم به این صورت هست. بذارید بهتون نشون بدم که چقدرم اینجا برف اومده بود، ولی گفت مشکلی نیست که آسان نشود. مرد یا فرد یا انسان باید که هراسان نشود. یه دوستی برای من نوشته بود آقا این برفا رو به این صافی شما با پارو چیز کردی؟ گفتم بله، شما اگر قدیما یادت باشه این برفا رو تو شیراز توی یخچال‌های نگه می‌داشتن و در تابستون می‌مدن می‌فروختن و اینقدر صاف اینا رو بریده بودن. و این وقتی شما می‌خوای اینی که نمی‌تونی، باید از بالا این پارو رو بزنی، قشنگ بشکنیش بریزیش پایین، اینجا که می‌ریزه کثیف و چیه پارو می‌زنی می‌ریزی اینور، ولی اینجا که می‌ریزه مثل یه دیواری صاف. در هر صورت نمی‌دونم بگم خدا نصیبتون کنه نکنه. این برف بعضی وقتا می‌بینید این میل باکس ما و این حدود 30 و چند اینچ، یعنی حدود تقریبا 1 متر اینجا برف، 1 متر اینجا نبود چون باد زده برده، ولی اونجاها بوده. در هر صورت مواظب باشید اگر برف آمد و اینها، فکر نکنید هنوز همون جوان پارسال هستید، چون به نسبت امسال پارسال جوان بودید. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون، متشکرم. یه بار دیگه از خانم مینو ثقفی ممنونم، از آقای دکتر کاظم افشارها ممنون متشکرم و امیدوارم که چون ایشون مسافرت زیاد میرن و توی سخنرانی ها و کنفرانس ها شرکت میکنن، امیدوارم که حتی اگر در سفر هستن ما بتونیم برنامه های جمعه رو به صورت دائم داشته باشیم تا به اصطلاح به یک جایی برسیم. این برنامه پرپا پرزور رو
پرقدرت بشه. امروز هم دوشنبه بود، پنجم بهمن 1394، 25 ژانویه 2016. اگه یه وقت من به اشتباه گفتم 2015 ببخشید. ببینم اینجا، بله اینجا نوشته 25 ژانویه 2016. از علی عزیز و گرامی ممنونم که این نوشته ها رو، تاریخ ها رو برای ما الان چند سال می نویسه و ما هم برای شما نشون میدیم. و اما یه نامه کوچولو هم بخونم. نوشته سیاستمدار نامدار آمریکایی را شناسایی کنید: دونالد ترامپ، سارا پیلین، جان مککین، باینر و و آقای دکتر احمدی نژاد. خودمان در مقایسه با این سیاستمداران آمریکایی یک سرگردن بالاتر بود. این هم از ماجرای انتخابات در ایران و در آمریکا. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. برنامه بعدی آقای اجلالی هست به صورت زنده ساعت 4 بعد از ظهر 9 دقیقه دیگه. پس از اون ویدیوی سخنرانی آقای منصور اوسانلو در لس آنجلس. حتما حتما مایل هستم نظرتون رو درباره صحبت‌های آقای اوسانلو بشنوم، یا با وسیله ایمیل یا با وسیله فیسبوک داشته باشیم. بنویسید، صحبت کنید، اینقدر تنبل نباشید. بعد دوستان میگن تنبل نباشیم، مثل تو چشمات اینجوری بشه، موهات اینجوری بشه. ما راحت داریم میگردیم میچریم. خوش باشید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.